از خانه ایران منو خاک کنم نیست. درود بر شما عزیزان، در مجموع برنامه از برنامه های تابو هستیم با شما عزیزان. پریسا هستم. امروز دو مهمان بسیار بسیار جنجالی داریم، دو مبارز خستگی ناپذیر، جناب آقای کمالپور عزیز و سعید قاسمی مهمانان این هفته برنامه ما هستند. با توجه به اتفاقاتی که افتاد و اتفاقاتی که در شروع رخ دادنه، 6 ماه دیگه انتخابات در پیشه، مردم کلاف سردرگمن و واقعا نمیدونن باید چی کار کنن. اگر به راستی همه ما براندازیم، چرا نمیتونیم اتحاد داشته باشیم؟ چرا هر کسی ساز خودش رو میزنه و همچنان ایران به دست اشغالگران گرفتاره و ملت ایران در وضعیت معیشتی بسیار سختی روزگار میگذرانند؟ خب درود میفرستیم به این مهمانان این هفته برنامه‌مون، جناب آقای قاسمی عزیز و جناب آقای کمالپور. درود بر شما. درود بر شما بانو پریسا گرامی، عرض ادب و احترام خدمت بینندگان شما در هر کجای دنیا که شاهد این برنامه هستن. امیدوارم که ساعت خوبی داشته باشن و یه درود بیجان به ایرانیان مقیم کشور اسرائیل دارم و امیدوار هستم که همیشه طبق معمول در هر جایی که زندگی میکنن دلشون برای آزادی ایران و نجات ایران در تپش باشه. از شما و درود بر شما جناب آقای سعید قاسمی. درود بر شما بانو پریسای گرامی، درود میفرستم به همه هموطنانمون در سراسر دنیا، همزبانانمون در کشور اسرائیل که احتمالاً بیننده این برنامه هستن و سپاسگزارم از شما بانو پریسا، در خدمتتون هستیم. سپاس از من جناب کامران عزیز، از زحماتشون سپاسگزارم. بله آقای کامران هم سلام میرسونن. و دوستان لازم یادآوری کنم که به اعتقاد من ما همه انسانیم و در این جهان فکر میکنم متمدن ترین انسان های روی زمین ایرانی ها هستند با این تمدن کهنی که دارند، و به اعتقاد من ما انسان ها باید با صحبت کردن و تبادل نظر مشکلاتمون رو حل کنیم به جای اینکه بخوایم رو به رو و مقابل هم بایستیم. یعنی تا جایی که امکان داره من ترجیح میدم با صحبت کردن مشکلاتم رو حل کنم. و اینکه ما عزیزانی رو در برنامه اسرائیل پارس تیوی دعوت میکنیم و تیبون میدیم، این به این معنی نیست که من با تمام اعتقادات مهمانان برنامه موافق هستم یا مخالف هستم. ما به تبادل نظر میپردازیم. صرفا این دوستان برای من بسیار قابل احترام هستند، مبارز هستند، ایرانی هستند و دلشون برای ایران میسوزه و به اعتقاد من همین معیارها کافی است که ما این عزیزان رو در برنامه داشته باشیم و از نظراتشون استفاده کنیم. خب آقای کمالپور، یه سوال دارم برای شروع برنامه. چرا وقتی که ما برنامه شما رو در واقع تبلیغ رو در فیسبوک منتشر میکنیم، معمولا یک روز یا قبل از برنامه معمولا ما آگهی رو در فیسبوک منتشر میکنیم تا دوستان و بینندگان ما بدونن که ما چه برنامه‌هایی در اون روز داریم، وقتی که ما آگهی شما رو منتشر میکنیم مورد حملات زیادی قرار میگیریم و امروز صبح که این آگهی منتشر شد، خب خیلی از دوستان مجدداً با من تماس گرفتن، حملات زیادی داشتیم. چطور میتونین تعریف کنین این اتفاق رو؟ بانو پریسا، این یک اتفاق طبیعیه از نظر من. زمانی که یک تیمی یا حالا یه با هر لیدری که شما حساب بکنید نمیتونن در قبال نقدهای منطقی و مستند با اسناد و مدارک ما پاسخگو باشن و میبینن راه نفوذ به ما بسته است و از هیچ طریق نمیتونن ما را از مسیر مبارزمون منحرف بکنن، طبیعیه که بر اساس سیاست‌های 40 ساله جمهوری اسلامی، بر اساس آموزه‌های
طیف‌های چپ مخصوصاً توده‌ای‌ها از زمان رضا شاه بزرگ و بعد اوجش در زمان شاهنشاه فرید می‌بینید دست می‌زنند به ترور شخصیتی، اما در یک جایگاهی این ترور شخصیتی تبدیل میشه به قربانی سازی. این قربانی سازی الان آمیخته شده با کالبد و روح جامعه بیمار اپوزیسیون جمهوری اسلامی. یعنی زمانی که نمیتونن بیان با منطق و دلیل پاسخگوی اشتباهات 40 سالشون باشن، با منطق و دلیل نمیتونن بیان پاسخ پرسش‌های ما رو دال بر ایجاد نفاق بین مردم، سلب همبستگی ملی، سلب آشتی ملی رو داشته باشن، چه کاری میتونن انجام بدن؟ این که میبینن دو نفر دارن میان با سند و مدرک صحبت میکنن، به حاشیه هایی که دارن میسازن توسط حالا یک سری اراذل و باشی که فقط سعی میکنن دنیای مجازی رو از دست جامعه برانداز ایرانی خارج کنن با حجبیات، با خزعبلات و اراجی، میبینن ما توجه نمی کنیم و فوکوس ما، نقطه زوم ما روی ریشه های اصلی مافیای نگهدارنده جمهوری اسلامی هستن. قطعاً نه در تلویزیون شما، در برنامه خودمونم به همین شکل هست. ما هر یک برنامه‌ای که میذاریم، عزیزانی که میرن برنامه ها رو اشتراک گذاری کنن، افراد مختلف به شیوه‌های مختلف وارد پیوی میشن و از ما بد میگن بدون دلیل و مدرک، نه سندی دارن نه مدرکی دارن. و اینها خودشون هم اعلام کردن بارها که دال بعد این اتهاماتی که چه به جناب قاسمی چه به من کمالپور میزنن سندی ندارن و فقط حرفه. این یک چیز طبیعیه و ما خوشحالیم، من شخصا خودم خوشحالم، چون اگر این اتفاق نیفته بانو پریسا موقع من مطمئن میشم راه مبارزاتی مون برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارم خطا میرم. بله درسته. و اگر اجازه بفرمایید من نظر آقای سعید قاسمی هم نسبت به این موضوع بشنوم. جناب آقای قاسمی، اگر خاطرتون باشه اولین باری که ما صحبت کردیم در رابطه با مشکلاتی که در ایران هست و چرا جمهوری اسلامی که باید خیلی قبل‌تر میرفت و نرفت، شما یه سوال رو اول از همه از من پرسیدید، گفته که خانم شما به کجا وصلید؟ گفتم آقای قاسمی ما یک رسانه کاملا مستقل هستیم که توسط ایرانیان مقیم اسرائیل اداره میشه و به هیچ عنوان به هیچ سازمانی متصل نیستیم و از هیچ جا خط نمیگیریم. شما گفتید که شما مطمئنی که میخواین با ما مصاحبه کنید، میتونید با ما مصاحبه کنید. میخوام بدونم امروز با توجه به اینکه صبح آگهی شما رو من منتشر کردم و باز حملاتی به من شد، نظر شما در این رابطه چیه؟ بله، اول راجع به این مطلبی که شما فرمودید در پاسخ به سوال خودم توضیح بدم. شما کاملا نشون دادید که واقعا جزو هیچ کدوم از این مافیاها نیستید. سندش و دلیلش هم اینه که ما الان نشستیم توی تلویزیون شما برای چندمین بار و داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم. اما در مورد حملاتی که شما اشاره کردید خیلی جالبه. این نوع رفتار دموکراسی و آزادی بیان از نوع آخوندیسم یا از نوع احزاب توده است. مثلا شما میبینید علی خامنه ای 30 سال رهبر یک کشوره، رهبر یک سیستمه، ولی یک مصاحبه تا الان با یک خبرنگاره حتی داخلی هم نکرده، حالا چه برسه به خارجیش. یا در تریبون های نماز جمعه داخل ایران یا کانال های تلویزیونی داخل ایران یک طرف است و یک سویه است. معمولا اون چیزی که خودشون میخوان رو باید توی افکار جامعه دیکته کنن و هرگز حاضر به پاسخگویی و نقد نیستن. در خارج از کشور هم همینه. اینا یک مافیای رسانه‌ای است بانو پریسا، بارها و بارها ما در برنامه‌مون توضیح دادیم. و این مافیای رسانه‌ای یک چارچوب داره، یک خطکشی خاص خودش رو داره. افرادی میتونن در این مافیای رسانه‌ای حضور داشته باشن، برنامه داشته باشن، شرکت کنن، کارشناس، میهمان یا هر چیزی که به اون قواعدی که قبل از مصاحبه بهشون دیکته میشه پایبند باشن. حالا دو نفر آدم پیدا شدن در این چند سال گذشته که دارن این مافیا
و این مجموعه و این چارچوب ها و خطکشی ها رو با سند میارم باز میکنم. خب شما به من بگید کدوم مجموعه ای رو سراغ دارید که بدون دشمنش داره میاد؟ از نظر اونها ما دشمنی، از نظر کسی که دنبال فدرالیسم و تجزیه ایرانه، من و مهران کمالپور مزدوریم از نظر اونها. حالا شما به من بگید کجای دنیا رو سراغ دارید که یک محط بدن آدم، سیستم طبیعی بدن آدم، وقتی یک ویروسی میخواد وارد بدن بشه اتوماتیک این بدن واکنش نشون میده؟ حالا اینو بیارید در فضای اپوزیسیون و در فضای رسانه‌ای، قطعا وقتی دو نفر میخوان بیان مستند یه سری مسائل رو مطرح کنن که بازی‌های پشت پرده به هم میخوره، خب اینا قاعدتا باید واکنش نشون بدن. نمیتونن بگن تاثیرگذار نیستن این افراد. دلیلش هم اینه که وقتی به قول جناب کمالپور ما یک برنامه میذاریم، حالا در فیسبوک خودمون یا در تلگرام یا در یوتیوب، یک برنامه، ما هفته یه برنامه الان داریم میذاریم، اینا میبینید در طول این یک هفته چقدر عوامل و عناصر این مافیاها در سراسر این فضای مجازی و این رسانه ها شروع به جنب و جوش میکنن و بالا پایین پریدن. چرا؟ چون سناریو و بازیی که پشت پرده است بازیی که براش در حد میلیونی میلیون دلاری هزینه میشه. فراموش نکنید داستان IOSME که حالا در ادامه بهش میپردازیم، یا اون مسائل کشیدن ملت توی 22 بهمن یا کشیدن ملت در پای صندوق‌های رأی، اینها سناریوهایی که در موردش فکر میشه، سرمایه گذاری میشه و برنامه ریزی میشه. خب حالا دو نفر میخوام بیارن بازی‌ها رو به هم بزنن، قاعدتا باید این جنب و جوش‌ها بیاد و این پرخاشگری‌ها و توهین‌ها ادامه داشته باشه. این اتفاقا نشون میده که ما درست ضربه تبرمون رو به ریشه‌ای زدیم که این ریشه 40 سال ملت ایران رو در محاصره خودش گرفته و هر چیز خودش دلش میخواد توی ذهن جامعه میکنه. بله، هفته ای که گذشت ما شاهد یک همایش بودیم از سوی مجاهدین و خب همه میشناسیم خانم مریم رجبی. امروز هم در رسانه ها در فضای مجازی من شنیدم که شورای ملی ایرانیان آمریکا ظاهراً اقداماتی کردن که باعث خشم دیگر ایرانی ها شده و حالا یک تقاضا کردن که ایرانی های مقیم کالیفرنیا برن اعلام کنن که آقا نایاک صدای مردم ایران نیست و ما هیچ ارتباطی با اینها نداریم. ببینید هر کسی هر گوشه‌ای داره کار خودش رو میکنه، همه هم به اسم براندازی جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن، ولی جمهوری اسلامی که میبایست 10 سال پیش میرفت همچنان وجود داره و همچنان داره مردم رو سرکوب میکنه. از کجا شروع کنیم آقای کمالپور؟ چه صحبتی برای گفتن دارید؟ من تو عرض کنم، من یک مطلبی رو اصلاح کنم. اینجا شما فرمودید کنگره همبستگی ملی ایرانیان مقیم آمریکا زیر مجموعه یکی از بخش‌های خود سازمان مجاهدینه، اما 19 جولای که در مقابل ساختمان نایاک تجمع ایرانیان میهن پرست است، از طرف شبکه فرشگرد برنامه ریزی شده و هماهنگ شده و ربطی به کنگره همبستگی ملی ایرانیان مقیم آمریکا نداره. این در وهله نخست. اما در رابطه با اتفاقی که شما در ابتدا فرمودید، همایش سازمان مجاهدین، ببینید سازمان مجاهدین، من اینو بارها به اشاره کردم، بخشی از ریشه اصلی جمهوری اسلامی در خارج از ایرانه. هر حکومتی که تازه میخواد شکل بگیره نیاز به یک سری اپوزیسیون خشن داره که به بهانه اون بتونه دست به قتل عام بزنه، دست به غارت بزنه، دست به تفاول بزنه، دست به سرکوب بزنه و بتونه تمام مردم رو به اون بهانه ساکت کنه. اگر یک ریکاوری کنیم، اطلاعاتی که در مغزمون هست نسبت به سالهای اوایل سال 58، اتفاقاتی که در درون احزاب مختلف در جمهوری اسلامی رخ داد، از سازمان مجاهدین، گروه های خود ساخته برای کارهای تروریستی در ادامه، که مثلا مطهری رو کشتن، آیت رو کشتن، گفتن گروه فرقان کشته، مجاهدین در یک معامله کاملا سیاسی و مالی قبول کردن زمینه رو برای استمرار جمهوری اسلامی در خارج از ایران مهیا کنن. به هر بهانه‌ای بگن اینو ما کشتیم، اونو ما کشتیم، و جمهوری اسلامی در جامعه جهانی اینو مطرح بکنه که
سازمان مجاهدین خلق یک سازمان تروریستی بر علیه ماست و ما هر جایی که باشه دست میزنیم به کشتنشون. ترورهایی که جمهوری اسلامی در طول این 40 سال در خارج از ایران انجام داده بخشش ملقب به این بوده که داره تلافی میکنه، کشتن انسانهای بیگناه در یک سری از مناطق در داخل ایران، قتل عامهایی که صورت گرفت در دهه 60 بیش از 47,000 نفر به یک عبارتی و ارقام مختلفه. آیا همه اینها جزء سازمان مجاهدین بودن؟ و چرا در این مقطع چه در همون سال و در همین الان که داره سازمان مجاهدین این همه پروپاگاندا میسازه برای خودش، قبول کرده تمام اون افراد عضو سازمان مجاهدین هم به خاطر اینکه یک چهره ای رو از جمهوری اسلامی نشون بدن که در حفظ و بقای خودش از خودش پدافند کرده و حمله نکرده؟ و اینو ایمان داشته باشید که همزمان با نابودی جمهوری اسلامی هیچ زمانی مجاهدین خلقی وجود نخواهد داشت، چون تمام مجاری مبالغ هنگفتی که داره بهشون تزریق میشه، خطی‌های سیاسی چه از طرف جمهوری اسلامی و چه از طرف سایر کشورهای ضد مردم ایران، همه قطع خواهد شد. این شاهرگ‌های حیاتی با نابودی جمهوری اسلامی برای سازمان مجاهدین هم از بین خواهد رفت. ببخشید، وقتی که در گوگل سرچ میکنین نایاک میگه که شورای ملی ایرانیان آمریکا، و در جواب هم در گوگل در این سرچ که جستجو میکنین این گونه نوشته که یک سازمان غیر انتفاعی و عامل منفعه میباشد که در جهت حمایت از حقوق سیاسی ایرانیان آمریکا در چارچوب قوانین در آمریکا تشکیل شده است. و من به شخصه نمیدانستم که این سازمان وابسته به مجاهدین. نه، شورای ملی ایرانیان که نایاکه، بله، ولی کنگره‌ای که شما فرمودید کنگره ملی ایرانیان مقیم آمریکا. هم کنگره بکنم شما اشتباه متوجه شده، چون من نگفتم کنگره، گفتم شورای ملی ایرانیان آمریکا. به هر حال، به هر روی، به منظور من بر اینه که جناب آقای قاسمی و کمالپور چرا همه صحبت از براندازی جمهوری اسلامی میکنن تقریبا، خب، و این همه تلویزیون ها، این همه فضای فیسبوک و اینستاگرام، ولی میبینیم که ظاهراً اتحادی، همبستگی بین ایرانیان وجود نداره. مثلا امروز صبح یه عده به من تلفن کردن گفتن که ما طرفدار آقای فلانی هستیم، به همین دلیل در لایو شما شرکت نمی کنیم. خب، یعنی به نوعی اومده گروه بندی شده. اونایی که ادعای براندازی هم دارن، ما با اصلاح طلبان و تجزیه طلبان و ما با اینها کاری نداریم. ما در مورد کسانی صحبت میکنیم که در واقع تعصب خاصی دارن، در واقع میگن که ما پادشاهی خواه هستیم، سلطنت طلب هستیم، براندازیم، ولی با هم اتحاد ندارن. برای این چه توضیحی وجود داره؟ خب من پرسا، ابتدا اگر میخواید، من امیدوارم وقت برنامه امروز کافی باشه، چون یه سری ویدیوها اسناد میخوایم نشون بدیم، ولی خب بذارید بحث از همینجا شروع کنیم. ابتدا باید بیایم ببینیم جمهوری اسلامی یعنی چی، جمهوری اسلامی در چه شرایطی به وجود اومد، و اون اتاق جراحی یا اون تیم پزشکی که جمهوری اسلامی رو فارغ کردن و به دنیا آوردن و به ملت ایران تحمیل کردن، چه افرادی بودن، با چه اندیشه و با چه ایدئولوژی و با چه ماموریتی. وقتی ما اینها رو بشناسیم، اینها رو بدونیم که این افراد چه کسانی بودن، خیلی راحت میتونیم بسیاری از معادلات مثلا مجهول این اپوزیسیون 40 ساله ایران رو حل کنیم. یکی از قسمت هایی که من بهش اشاره میکنم اینه. ببینید، در قبل از سال 57 تمام مخالفین سیستم حکومتی شاهنشاه آریامه یا رژیم پادشاهی ایران، از چپی، توده‌ای، مصدقی، نهضت آزادی، جبهه ناملی و بقیه جریانات مجاهدین خلق و دیگر جریانات، حول یک خواسته واحد در حقیقت جمع شدن. اینم نه اینکه فکر کنیم عقل خودشون میرسید یا خرد خودشون داشتن که
به اینجا برسن. نه، دستوری بود که اون دستور رو اون مافیای ایران ستیزی که سال 57 ملت ایران رو یا کشور ایران رو دو دستی تقدیم کرد به شخصی مثل خمینی، این تمام این نقشه ها و این برنامه ها از اون اتاق فکرها می اومد. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، چند روز پیش دوباره مثلا یه سری اسناد از CIA آمریکا منتشر شد و از رابطه های پشت پرده قبل از 22 بهمن 57 پرده برداری کرد. خب وقتی ما این مسائل رو بدونیم، بعد میایم در گام بعدی ببینیم افرادی که خودشون جمهوری اسلامی رو به وجود آوردن، افرادی که در اوج سواد، دانش، شعور و فهم سیاسیشون و اون بلوغ جوانیشون دنبال خمینی در ماه میگشتن یا دنبال موی خمینی در سوره بقره میگشتن، که حالا ما توی برنامه گفتیم اینها رو، حالا اینجا هم فکر می‌کنم باید بهش اشاراتی بشه، امیدوارم مشکلی نداشته باشه. یکی از اون جریانات مافیایی این بود که این افراد رو دنبال این بهانه‌ها فرستاد در جامعه ایرانی و ملت ایرانی که چندین سال، 50 سال، 57 سال قبلش از منجلاب قاجار کشیده شده بودن بیرون و از اون خان و خانبازی و نمیدونم ارباب و رعیتی و تمام اینا، این دو پادشاه پهلوی اینا رو نجات داده بودن، همون افرادی که بر علیه این سیستم، یعنی سیستم شاهنشاهی، مقاله می نوشتن، برنامه اجرا می کردن، سریال می ساختن، کتاب می نوشتن، شاعری می کردن و کار خیلی هاشون هم در قسمت ادبیات و فرهنگی ایران بود، تمام اون افراد دست به دست هم دادن، رأس هرم قدرت ایران رو نشانه گرفتن همشون با هم و این اتفاق افتاد. بعد از 57 یه سری از این افراد صادر شدن به خارج از کشور، افرادی مثل داریوش همایون، افرادی مثل خیلی های دیگه که حالا شاید توی این برنامه درست نباشه اسمشون گفته بشه، اینا صادر میشن به خارج از کشور، یه قسمتی از این مجموعه در داخل ایران میمونه و حکومت میکنه، مثلا چیزی که الان دارن انجام میدن. این قسمتی که خارج از کشور اومده در لباس مخالف، این اصلا مربوط به امروز و دیروز نیست، این بحث مال 40 سال پیشه. 40 سال پیش خود این مافیا اپوزیسیونی ساخت برای جمهوری اسلامی که این وسط بتونه بازی رو انجام بده و این وسط ملت سردرگم بشن. براتون نمونه میزنم، شما میبینید کسی که میاد و مثلا میگه خمینی پدیده نوین در عالم تشیع است، استاد نمیدونم دکترای ادبیات فارسی هم داره این شخص و دیگرانشون، امروز میاد حرفی رو میزنه که 40 سال پیش مثلا شاهزاده رضا پهلوی در اون مصاحبه 39 سال پیش در مصر اون حرف زده. اما اون حرفی که میزنه اولا 30 سال 30 و چند سال بعد این حرف رو میزنه، دوما وقتی این حرف رو میزنه مثلا سکولار دموکرات، یک واژه دیگه هم بهش میچسبونه، یک خواسته دیگه هم بهش میچسبونه، اونم چیه؟ ایران سکولار دموکرات فدرال. اینو داشته باشید، مثلا شخصی مثل اسماعیل نوری علا. اما قسمت های دیگه هستن، افراد دیگه هستن که مثلا در رسانه ها امروز حضور دارن. یه ویدیو نمیدونم این ویدیو رو فکر کنم نفرستادیم براتون، یه ویدیوی ما چند وقت پیش برای اولین بار شبکه منوتو که از آرشیو جمهوری اسلامی کشیده آورده بیرون رو نشون دادیم و در این ویدیو نشون داده میشه که شخصی که امروز رسانه داره در کنار صادق قطب‌زاده، خوب دقت کنید، در کنار صادق قطب‌زاده وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که دو تا ماموریت داشت، یکی کنسل قراردادهایی که خارجی ها پولشون رو گرفته بودن ولی جنس رو نباید به ایران میدادن، و دو برگردوندن شاهنشاه آریامه و کردنش توی قفس بچرخوننش توی خیابون ها و اون اتفاقات. حالا همین شخص که اندیشش اندیشه 57ه، همین شخص که آیت الله خمینی رو به قول خودش از بچگی عکسش رو در خونهشون داره داشته، اصلا خمینی رو کسی نمیشناخته، تو خونه اینا عکس خمینی بوده، این آدم میاد میشه اپوزیسیون، این آدم میاد با اون رابطه هایی که پشت پرده اون مافیا هایی که بهتون گفتم هست یه سری امتیاز ها میگیره و این میخواد بشه مبلغ راه آزادی ملت ایران در داخل ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی که تکلیفش روشنه.
مافیای رسانه‌ای هم در خارج از کشور مثل بی بی سی و انواع و اقسام رادیو تلویزیونای دولتی هم که تکلیفشون روشنه. میمونه یه سری رسانه‌هایی که باید آزاد باشن، مستقل باشن. همون مأموریت بی بی سی و اینها رو که اونا رسما انجام میدن، این برای داستان هم این قسمت داره این کار رو انجام میده. و تمام عناصری که توی بازی‌های اینا هست، شما مثلا اگر نگاه کنید در اپوزیسیون ما مثل شالیزار میمونه، روزی 25 تا کنگره رو تشکیل میشه، 75 تا ارتش درست میشه، 95 تا سازمان درست میشه و گروه‌های مختلف. شب به شب هیچی نیست. اما آدم‌هایی که اینها رو تشکیل میدن مدام و به هم می‌ریزن و به هم می‌خورن، آدم‌هایی هستن که اکثرشون در سال 57 نقش داشتن. حالا شما فکر کن شما یک شخصی هستی داخل ایران، میخوای یه حرکتی بکنی، میای نگاه میکنی میبینی جامعه مدنی که باید اون حرکت رو انجام بده، در رأس جامعه مدنی افرادی گماشته شده به عنوان رهبر جامعه مدنی که این افراد سوباب اطمینانای خود جمهوری اسلامی هست، یعنی نمیتونی بهشون اعتماد کنی. میای خارج از کشور رو نگاه میکنی میبینی 98 تا در روز کنگره و سازمان و اپوزیسیون تشکیل میشه، اما هیچ کدومشون یه حرف حسابی برای گفتن ندارن. رسانه ها رو نگاه میکنی میبینی هر کدومشون دارن دقیقه 90 به داد جمهوری اسلامی میرسن. یه سریاشون دکون باز کردن، یه سریاشون دستشون تیکی به عربستان و کشورهای مختلفه و اینها دنبال منافع و دنبال بازی‌های سیاسی هستن برای سرگرم کردن مردم. خب شما به عنوان یک شخصی که داخل ایران میخوای حرکت کنی، با کی میخوای اتحاد کنی؟ با چی میخوای اتحاد کنی؟ به کجا میخوای تکیه کنی؟ تا اینجای صحبت منو داشته باشید جناب کمانکور، توضیح بدم تا من تنها ببینید آقای قاسمی، حالا نه تنها دوستانی که در داخل ایرانن، من خودم به عنوان یک ایرانی خارج از ایران که حالا بل اجبار ناگوریز و ناگزیر این ایران رو ترک کردیم، نمیدونم واقعا کدوم خبر رو باور کنم وقتی که سری میزنم به تمام این سایت های خبری از اسوسییتد پرس، رویترز، بی بی سی، وایس آف آمریکا، تمام این سایت ها رو که من میگردم، تایمز اسرائیل، حتی خیلی از این خبرها رو نمیدونم باور کنم. خبر واقعیت داره. حالا مثلا چند روز پیش خبر دادن که مثلا این 14 نفری که اون بیانیه رو نوشتن رو دستگیر کردن. بعضی ها میگن که باور نکنید که آقای مثلا نوریزاد و آقای زیبا کلام مثلا با جمهوری اسلامی نباشن. خب یک کسی میگه که این زندانیای سیاسی که گرفتن و توی زندان هستن، حتی اینها هم طرح رژیم جمهوری اسلامی، یه نفر رو میگیرن الکی میکنن زندان یا میگن زندانه، بعد خودشون اینو از ایران خارج میکنن و بعد میگن فلان. یعنی اصلا دیدگاه ها به قدری ناامن شده، دیدگاه ها، نگرش ها به قدری الان بد شده که حتی اون کسی هم که اگه واقعیت واقعا زندان باشه، مثلا خانم هایی که در طول روز، خیلی از خانم ها برای من می نویسن، دوستان از داخل ایران می نویسن خانم فلانی، خانم فلانی رو گرفتن بردن به خاطر حجاب اجباری، به خاطر فلان، یه دو اومدن گفتن نه اصلا حرکت حجاب اجباری مال خود جمهوری اسلامی بوده، مگه حالا همه چیزشون درسته، فقط همین حجابشون اشتباست. به قدر این وضعیت، این فضا متشنجه که من نوعی که در این تلویزیون میشینم صحبت میکنم، نمیدونم زندانی رو گرفتن اسمش رو بیارم یا نیارم، نمیدونم دفاع باید کرد از زندانیان سیاسی یا نباید دفاع کرد، نمیدونم اون طرفی که حالا زندان بوده اومده خارج از کشور باید ازش حمایت کرد یا این با رژیمه، نمیدونیم اونایی که در ایرانن میان صحبت میکنن شجاعانه جلو دوربین و از جمهوری اسلامی بد میگن، اینا با رژیمن یا واقعا بر علیه رژیمن. یعنی یه فضای بیاعتمادی حاکم شده که واقعا باید فکری به حال این معضل کرد. الان من بانو پریسا ببخشید جام کمان، من چون بانو پریسا صحبتشون انجام دادن توضیحاتمو کامل کنم تقریبا. اتفاقا هدف من و مهران کمارکون و مجموعه رستاخیز سیمو و بعد بچه های باورمندان به سامانه پادشاهی همینه که میایم راست و دروغ رو جدا میکنیم. یکی از دلایل همون ابتدای صحبت شما که چرا انقدر به شما حمله میشه اگه تیزر گفتگو مثلا من و مهران کمارکون میاد بالا، همینه.
که ما میایم اینا رو از هم تفکیک میکنیم. یه ذره بیام عقب‌تر از صحبتایی که میخوام بکنم در مورد رسانه‌هایی که شما گفتی و اخباری که گفتی. اون مافیایی که سال 57 ایران رو تقریبا به این بدبختی کشوند و تا امروز هم از جمهوری اسلامی دفاع کرده که اتفاقا شاخه قدرتمندش در رسانه‌هاست، همین مافیایی که متاسفانه نمیدونم، من امیدوارم هموطنانی که توی اسرائیل نشستن و عزیزانی که حالا مذهبشون یهودیه بهشون بر نخوره، ولی من میخوام یه سری واقعیت ها رو بگم. یک طیفی یا یک جناح چپی هست که این جناح چپ سمبول یا نمایندش میشه جورج سوروس، و این جورج سوروس تنها نیست، افراد دیگه یا هستن که حالا مذهبشون یهودیه و شاید هم خیلیشون در اسرائیل باشن. این اصلا دانه من اسرائیل ستیزی و یهودی ستیزی نیست. هموطنان خودم رو دارم میگم، کسایی که میخواید مشکل ایران رو حل کنین، بیاین این مسائل این واقعیت ها رو بدونین، بیاین مثل کتاب قرآن نباشه که بگید فقط قرآن رو باید بوسش کنی گذاشتش کنار تاخشه، بیاین اینا رو بررسی کنیم، باز کنیم، ایراد کار رو در بیاریم. یه این قسمت رسانه هایی که شما فرمودید، این رسانه ها اکثرا تحت نفوذ شدید این جناح چپ نمیدونم اسرائیلی بهش بگم، یهودی بهش بگم، هر چیز مافیایی که وجود دارن، و اینها اخبار رو به گونه ای مطرح میکنن، تیتر میزنن، در موردش صحبت میکنن که اهداف سیاست کلانشون رو بتونن پوشش بدن در کاور این اخبارهایی که انجام میشه. مثلا این نمونه براتون میزنم، در داخل ایران از دیماه 96 نه بریم عقب‌تر از آبان 94 تا به امروز، شما خیزش ها و قیام های بزرگی رو در تمام سطوح کشور ایران میبینید، در همه شهرها میبینید، اما در این مافیای رسانه‌ای میبینید همه اینها سانسور میشه. مثلا اون شعاری که ملت میان میگن رضا شاه روحت شاد، شما در رسانه‌های گردن کلوف و ابر رسانه‌های دنیا اینا رو نمیشنوید. اون قسمتی که با ماشین ضد شورش در اهواز جمهوری اسلامی میاد از روی ملت عبور میکنه، شما اونا رو نمیشنوید در رسانه‌ها. اون جایی که ملت ایران یک بار چه در دیما در 140 شهر میان فریاد روحت شاد رضا شاه یا ای شاه ایران برگرد به خانه رو، شما در این رسانه‌ها نمیشنوید. اما شما یه چیزی رو در همه این رسانه‌ها میشنوید، اگر خانم نسرین سدود عطسه کنه در زندان یا در دفتر کارش، شما در تمام این رسانه‌ها اینو میشنوید. اگر خانم نرگس محمدی مثلا قلنش کنه یه وری خوابیده باشه، اینو شما در تمام ابر رسانه‌ها میشنوید. چرا؟ چون زمانی که نیاز داره این مافیا برای این پیاده کردن سناریوش، خانم نسرین ستوده یا نرگس محمدی یا امثال اینها یا حشمت تبرزدی یا دیگران یا زیبا کلامشون، اینها مهره‌هایی هستن که باید اون سیاست رو اجرا کنن. اینها باید یه چهره‌هایی شده باشن که در دنیا شناخته شده باشن. شما فکر کنید وقتی خانم نسرین ستوده میاد قبل از انتخابات در تلویزیون بی بی سی و صدای آمریکا و جاهای دیگه ملت رو تشویق میکنه و میگه این انتخابات وظیفه ماست و ما باید از این طریق، از طریق انتخابات به آزادی و دموکراسی که اونا مد نظرشون است برسیم، خب این میشه یه فکت، میشه یه سند برای روزنامه‌های دیگه، رسانه‌های کوچیک‌تر و مجموعه‌های دیگه. اما اون جوانی که داخل ایران مثلا میاد میگه که رضا شاه روحت شاد یا میگه ای شاه ایران برگرد به ایران، اون جوان متوجه شده که پدران ما سال 57 آدرس غلطی بهشون داده شد که مسیر چپ رو انتخاب کردن و به بیراهه رفتن، و اگر میخواید شما در یک جنگلی که رفتی گم شدی برگردی و مسیر درست رو پیدا کنی، باید همون راهی رو که رفتی برگردی، دیگه نمیتونی یه راه دیگر رو انتخاب کنی. اما افرادی که مهره شدن و سوپا به اطمینانن، اتفاقا همینجا که در این جنگلی که ملت ایران گم شدن، دقیقا مثل کرمهای شبتاب مسیرهای اشتباه رو به این ملت میدن و این ملت رو در سطح این جنگل تاریک پراکنده کردن. حرف ما و نسل جدید داخل ایران اینه که آقا از این کرمهای شبتاب عبور کنید، برگردید به اون مسیری که راه رو اشتباه رفتید. این صحبت من اصلا بر این معنا نیست که نوع حکومت آینده ایران پادشاهی باشه، اصلا ما دنبال این نیستیم. این تکلیفش دست ملت ایرانه.
سوال اینجاست که شما از این جنگل تاریک چگونه باید خارج بشی و به جاده اصلی برسی؟ باید یک جایی باشه که این یک جا یا این فانوس یا این راهنما راه و بلد باشه و شما قبلا تجربیاتشو دیده باشی. این در مورد این رسانه ها. بفرمایید جناب کمالپور، پوزش خیلی صحبت. بله خب صحبت های جناب آقای کمالپور رو میشنویم. آقای کمالپور شما چی فکر میکنید؟ خدمت عرض کنم، اول من یه مطلبی رو بگم. صحبت هایی که من الان میکنم کاملا مستثنا از شاهزاده رضا پهلوی هستش که ایشون در جایگاه سیاسی دارن به عنوان یک شخصیت فراجنایی و فراسیاسی در تمامی زمین ها به عنوان آلترناتیو مورد اعتماد مردم محسوب میشن. صحبت های من مربوط به کسانی هستش که مدعی براندازی، مدعی چیزهای دیگه هستن که الان در کل صحبت هم میشنن. یه مطلبی رو شما اشاره کردید نسبت به کسانی که دستگیر میشن بعد نمیدونید باید چیکار بکنید، یا کسانی هستن که دستگیر میشن بدتر از خارج از ایران در میارن. اینو ما در طول این چند سال به این نتیجه رسیدیم و مستدل هم هست، نه بر اساس احساسات و غیر منطقی. کسانی که وارد زندان میشن و همیشه در خفقان خبری هستن، اخبارشون رسانه‌ای نمیشن، اونها کسانی هستن که واقعا جونشون رو گذاشتن کف دستشون و دارن میرن برای مبارزه برای براندازی، مانند آرش صادقی ها. شما ببینید آرش صادقی ها رو در چند رسانه خارجی میان مشکلات امروزش رو مطرح بکنن. هیچ رسانه سابقه نداشته تا الان بیاد پابلیک مطرح بکنه. یک سری از زندانیانی هستن مثل نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمد نوریزاد میره توی زندان اوین، البته هتل اوین، یک ساکساک میکنه برمیگرده، تمام رسانه های داخلی و خارجی پر میشه این خبر. معلومه اینو دارن پروموت میکنن برای چی؟ که تو آب نمک بخوابونن، در یک جایگاه دیگه ازش بهره برداری سیاسی بکنن. یک سری افراد در زمانهای اعتراض هستش، اعتراضات خیابانی هستش، میرن توی جمعیت، بعدها میان میشن اپوزیسیون، یه دفعه عکسشون در میاد که این تو فلان مثلا اعتراضات سال 88 حضور داشته، چقدرم عکس داره، عکس ها خیلی قشنگ، عکس ها کادربندی شده، پرسپکتیو عکس کاملا حرفه‌ای، کاملا معلومه که اینها رو دارن آماده میکنن برای صادرات. امروز چیزی نیستش که بانو پریسا نسبت به نحوه شناختن اپوزیسیون های صادراتی یا بسترسازی برای فریب افکار عمومی در داخل کشور توسط یک سری افراد که به ظاهر حالا اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستن غیر قابل شناسایی باشه، اصلا کار سختی نیست. اما یک موضوعی هستش که شما میگید اتحاد. این بحث اتحاد اصلا معنیش چیه؟ منظور از اتحاد چه اتحادیه؟ با چه گروهایی، چه افرادی، چه احزابی، چه گروهایی دم از اتحاد میزنن؟ برای اینکه ما خواسته باشیم برسیم به انقلاب، برسیم به رستاخیز ملی، اینو باید بدونیم که هر انقلابی استارتش از یک رسانه، از مجموع رسانه ها شروع میشه که بهش میگن رسانه های انقلابی و بعد منتقل میشه به جامعه و به کف خیابون ها. امروز آیا ما در جامعه رسانه های تصویری یا فارسی زبان رسانه انقلابی میبینیم؟ واقعا رسانه ای رو میبینیم که بدون چشداش به منافع خودش، به غیر از حالا رسانه شما رو من مستثنا میکنم چون دقیقا میدونم از چه زاویه داره کار میکنه، آیا میاد بدون چشداش به منافع خودش واقعیت رو به مردم بگه؟ سرکوب نمیکنه واقعیت رو. خفقانی که جمهوری اسلامی در داخل را انداخته اینها در خارج را نمیندازن، اصلا اینگونه نیست. اتحادی که امروز با تکرار میکنم جدای از بحث شاهزاده رضا پهلوی که مبحث اتحاد و همبستگی رو مطرح میکنن، اتحادی که اینا دارن دم میزنن یک اتحاد شوم مانند قبل از سال 57. علت در قبل از سال 57 ارتجاع سرخ و سیاه متحد شدن با هم دیگه، این فاجعه رو خلق کردن برای کشور ما. 40 سال ملت ایران رو کشوندن و بردن
تا به اینجا رسیدن و امروز کارشون تمام جوخطشون پر شده. مردم تحمل نمی کنن. باید شرایط رو مهیا کنن برای نابودی در آینده ایران. برای این کار باید چه اتفاقی بیافته؟ بانو پریسا میان دم میزنن از اتحاد با چه کسانی؟ با تجزیه طلبان به عنوان دموکراسی، با نام دموکراسی، با نام آزادی احزاب در فردای بعد از جمهوری اسلامی شرایط رو میخوان مهیا کنن برای دادن مشروعیت به تجزیه طلبان، به فدرالیست خواهان، به سازمان مجاهدین و تمام احزابی که قبل سال 57 هم بودن و همین مشکلات رو برای ما در سال 57 رقم زدن. چرا در طول این 40 سال هیچ کس دم نزد یقه جمهوری اسلامی رو نگرفت؟ یا آقای جمهوری اسلامی شما چرا نمیای با حزب توده متحد بشی؟ چرا نمیای با چریکان فدایی متحد بشی؟ چرا نهضت ملی رو سرکوب میکنی؟ چرا جبهه ملی رو داری بالا و پرش رو نچیدی؟ حفظش کردی ولی محدودش کردی؟ چرا بقیه رو خفه کردی؟ چرا سازمان مجاهدین رو بهش راه نمیدی؟ چرا کمونیست و احزاب کمونیستی چپ افراطی رو بهش پروبال نمیدی؟ و چرا اینها فردای بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی دوباره باید با چند قالب افزونتر مثل تجزیه طلبان و فدرالیست خواه برگردن دوباره بیان تو ایران به اسم آزادی احزاب و همبستگی و اتحادی که امروز دم میزنن؟ یک سری برنامه های دراز مدت طراحی میشه که در ضمیر ناخودآگاه جامعه بیمار دور از تحقیق و پژوهش و مطالعه تزریق کنن با قرار گرفتن پشت نام شاهزاده رضا پهلوی، با قرار گرفتن پشت فرامین شاهزاده رضا پهلوی که خواسته باشن اون نیاد و نقشه های شوم خودشون رو ماسکه بکنن، مردم نبینن، دم بزنن از دموکراسی، از دموکراسی تکثرگرا که خودشون غالبا اجرا نمی کنن، غالب 99% بیشتر خودشون رو مستثنا می کنن و فقط نسخه می پیشن برای جامعه، دم بزنن از اتحاد و همبستگی و دنیای سکولاریسمی که امروز خودشون در نخستین گام باهاش مشکل دارن. چرا؟ چون ایدئولوژی بر اساس ایدئولوژی ملی و ناسیونالیست ایرانی ساخته نشده است، چون بر اساس نگرش درست و آرمان درست براندازی نیست. بانو پریسا عزیز، ما دو قالب دموکراسی، دو قالب اتحاد میتونیم بهش برسیم و صحبت کنیم. یکی در زمان مبارزه و براندازی که امروز هستیم، یکی در فردای براندازی. در زمان مبارزه و براندازی هر کی صحبت از اتحاد با سازمان مجاهدین، اتحاد با کمونیست، اتحاد با تجزیه طلب، اتحاد با توده‌ای، اتحاد با فدرالیسم، اتحاد با این احزاب ضد ایرانی بزنه یا بیخرد فرض بر این میذاریم که بیخرده، یا نه آمدن داره چاله میکنه برای فردای ایران که ایران رو بندازه توی چاله عمیق‌تر، یا اینکه نه میخواییم صحبت برای فردای بعد از سرنگونی بکنیم. فردای بعد از سرنگونی نه سعید قاسمی نه مهران کمالپور برنامه‌ای نداره برای آیندهش تطبیق شده باشه یا طراحی کرده باشه. فردای بعد از آزادی دولت داریم، همه اینا میتونن برنامه ریزی بکنن، اما امروز در زمان براندازی اتحاد و اینا شوخیه. بفرمایید. ببخشید آقای کمالپور، صحبت من اینه که من قطعا نمیگم که بریم با مجاهدین خلق یا کسانی که خب دستشون برای ملت ایران رو شده و امروز همه ما میدونیم که در گذشته واقعا مقصر بودن و چه صدماتی رو به کشور ما وارد کردن. من نمیگم بریم با اونها در واقع اتحاد داشته باشیم. من از اولم بیان کردم این صحبتو. بحث من اینه چرا ماها کسانی که پادشاهی خواه هستند براندازند و در واقع ادعا می کنند که زیر پرچم شاهزاده رضا پهلوی هستند، چرا اینها چند دسته ای هستند؟ چرا ما یک گروه متحد از اینو نداریم؟ بحث من ارتباط و اتحاد بین کسانی که پروندهشون برای ملت ایران رو شده نیست.
بله من خواستم در ادامه اینو عرض کنم ولی دیدم شما دارید اشاره میکنید، خواستم جملتون رو بفرمایید. بس اینجاست، همون احزابی که شما تعریف کردم از شبیه ها کلا ماهیت چپ، امروز در یک مأموریت دروغین اومدن پادشاهی خواه شدن، اصلا پادشاهی خواه نیستن. وقتی کسی با مکتب کمونیست، با مکتب مارکس و لنین آشنا باشه، اینو میدونه هیچ زمانی یک کمونیست، یک توده نمیتونه بیاد پادشاهی خواه بشه. و به قول ما ایرانی میگن توبه گرگ مرگه. اینها فقط لباس پادشاهی خواه رو پوشیدن و به همین دلیل نفاق رو میخوام بگم، پادشاهی خواهان نمیتونن متحد بشن با هم دیگه. شما ببینید پادشاهی خواهانی که واقعا از روز اولی که وارد بحث سیاسی یا کار سیاسی مبارزاتی شدن پادشاهی خواه بودن، نه اینکه هر لحظه شاخه عوض بکنن، خیلی راحت همدیگه رو پیدا میکنن و هر اتفاقی که بینشون بیفته همبستگیشون از بین نخواهد رفت. پادشاهی خواهان راستی. اما شما امروز در قالب همین افراد تازه برگشته یا توابی که توده‌ای بودن و نمیدونم چریک فدایی بودن و اومدن لباس پادشاهی خواهی تنگ کردن، اینها آمده اند که جلوی اتحاد و همبستگی رو بگیرن به اسم پادشاهی خواهان، چون از قدرت طیف پادشاهی خواهان میترسن. پادشاهی خواهی چیزی نیستش که بگیم یک لحظه طرف میتونه از حزب توده یا از مجاهدین برگرده بگه بانو پریسا من معذرت میخوام، تا دیروز مجاهد بودم الان نظرم برگشته اومدم پادشاهی خواهی. در یک روند دراز مدت شما میتونید برنامه هاشون رو ببینید که ببینید اینها پادشاهی خواه نیستن و اشتباه در پرسشه، چون پادشاهی خواه نیستن. بفرمایید. یعنی به عبارت شما میفرمایید که در یک لباس دیگری میشی، در لباس در واقع بز ببخشید میشی گرگی در لباس میش، بله گرگی در لباس میش در واقع داره ابراز میکنه که براندازه، ولی این چنین نیست. خب باید چیکار کرد جناب آقای کمالپور؟ یعنی شما میفرمایید ما یا 40 سال دیگه صبر کنیم یا کلن تمام هم و غممون رو بذاریم برای افشاگری، بریم بگیم که آقای فلانی اینطوری، آقای فلانی هم اونطوری، و ما میدونیم که من ببخشید حالا جناب قاسمی هم صحبتشون رو داشته باشم، من اینجا رو بخش افشاگری رو عرض کنم. ما اولین وظیفه‌مون انتقاده، ما نقد میکنیم. ما اگر برنامه هامون رو ببینید از سالیان قبل مرور بکنید، ما نیومدیم به کسی بگیم آقا شما مزدور جمهوری اسلامی هست. اومدیم گفتیم این پروژه‌ای که شما تعریف کردی، فراخانی که دادی، این راهی که داری میری، بیا تعریف کن بر اساس چه استراتژی اومدی این کارو کردی، چه از نظر تاکتیکی چه از نظر تکنیکی، بیا معرفی کن کارتو، پروژه رو بیا بازش کن. ما نگفتیم کسی مزدوره. زمانی که این افراد با این لباس دارن میان، شما هیچ کاری باشون نمیتونید بکنید. از این استفاده از یک سری واژه ما نمیتونیم بگیم افشاگری، چون یه قالبی داره، نقدم یه قالبی داره. در قبال نقدی که سعید قاسمی و مهران کمالپور میکنن بر میشه روشنگری و افشاگری، میان انگ میزنن، تهمتهایی میزنن بدون سند و مدرک، از این که فحاشن، از این که مزدورن، اختلاسگرن، مأمور سپاهن. کسی جرأت نمیکنه بیاد جواب همون افشاگری که شما میگی رو بده. جناب قاسمی شما پرسش بانو پریسا رو بفرمایید. خب من توضیح بدم بانو پریسا، من یه قسمت رو در حقیقت توضیح دادم در قسمت اول صحبتام، ولی بذارید کاملش کنم. اونجایی که من گفتم مافیایی که جمهوری اسلامی رو آورد، خودش هم اپوزیسیون رو درست کرد، از هر طریقی که این مافیا تونست نفوذ کنه به سیستم شاهنشاهی و به سیستم حکومتی ایران که اون سیستم رو داغون کنه از داخل، بشکافه بریزه پایین، تمام اون روزنه ها رو در جمهوری اسلامی بستند. حالا چجوری بستند؟ مثلا در قبل از 57 گفتم خواننده ما بر علیه حکومت میخوند، نویسنده بر علیه حکومت می نوشت، کارگردان تلویزیون بر علیه سیستم حکومتی برنامه درست می کرد، فیلم درست می کرد، فیلم سینمایی سریال درست می کرد. تجربه‌ای که اینها به دست آوردن خودشون از این حرکت این بود، راهایی که ما خودمون تونستیم نفوذ کنیم و ببندیم، نتونستن کامل ببندنش، اما اومدن چیکار کردن؟ اومدن افرادی رو
توی اون جایگاه ها یا سر اون روزنه ها گذاشتن که این افراد افراد خودی باشن. یعنی جمهوری اسلامی بعد از اومدن جمهوری اسلامی ما هنرمند حکومتی داریم، نویسنده حکومتی داریم، شاعر حکومتی داریم، کارگردان حکومتی داریم، منتقد حکومتی هم داریم. خب اینجا رو داشته باشی، یعنی اون مخالفانی که قبل از 57 همشون 100% مخالف حکومت شاهنشاهی بودن، امروز این مخالفانی که شما در خارج از کشور و حتی داخل ایران میبینید، اینها مخالف نمای حکومتی هن. یا به نوعی دیگه بگم، اینها مخالفان حکومت نیستن، مخالفان حکومتی هستن. مثل زیبا کلام، مثل نوریزاد، مثل ملکی، مثل علیرضا نوریزاده، مثل شهرام همایون، مثل اسماعیل نوریالا و اصلا مثل این اپوزیسیونی که شما دارید در خارج از کشور دارید میبینید. اینها مخالفان حکومتی هستن، یعنی با دستور کار انجام میدن. من اینجا یک موضوعی رو عنوان کنم، دوستان عزیزی که داریم برنامه لایو رو میبینید، اگر اینجا اسم کسی مطرح میشه من همینجا اعلام میکنم، میتونید بیاید در برنامه شرکت کنید، از خودتون دفاع کنید. آقای کمالپور عزیز و آقای قاسمی، من سوال دارم از شما، آیا شما حاضرید با کسی برنامه بذارید مناظره کنید؟ اگر الان اسم کسی رو عنوان میکنید. کاملا بانو پریسا، کاملا. ما همیشه اینم اون گفت، هر کسی در هر کجای این کره خاکی، اگر ما اومدیم اسنادی ازش نشون دادیم که حالا به دید خودش حقش ضایع شده یا ما فهمیدیم داستانش چه، پتش ریخت رو آب، ما همینجا اعلام میکنیم، بارها هم اعلام کردیم، حتی در برنامه خودمون ما وسط بحثی که داریم انجام میدیم، آقا این اسکایپ برنامه است، هر کسی که دوست داره بیاد بالا صحبتشو بکنه. اون کسایی که مخاطب ما هستن یا کسایی دیگه فرق نداره و از این بابت اصلا مشکلی نیست. ما وقتی این حرفو میزنیم، ما حرفمون مستنده. الان چند نمونه براتون نشون میدم. حرفای ما مستنده. چیزی هم نیست که ما از جیبمون درآورده باشیم. از خودشون گرفتیم. اون راهی که اینا میخوان برن رو دیدیم. نقاط به قول معروف اون تناقضایی که دارن میگن، بزنگاهایی که به داد جمهوری اسلامی میرسن رو میان به ملت نشون میدیم. و این اتفاقا همون پرخاشاییه که وقتی تیزر برنامه میاد بالا شما میبینید. اما ادامه صحبتمو بدم. بله بفرمایید. ببینید بانو پریسا، طیف چپ ایران و طیف اون جریان مجاهدین خلق، حالا با بقیه اون افراد یا اون احزاب 57، اینها تمامشون دنبال حفظ جمهوری اسلامی هم به هر شکلی که ممکنه. خطری برای جمهوری اسلامی نداره. جریان چپ ایران خطری برای جمهوری اسلامی نداره، چون یک جریانه کاملا تئوریکه و هیچ خاصیتی هم نداشته. حتی در سال 57 هم، قبل از 57 هم، اینا فقط سیاه‌دشگر بودن، اینا فقط مقاله می نوشتن، اینا فقط کتاب می نوشتن. اما خطرناکترین جریانی که برای جمهوری اسلامی وجود داره جریانیه که طیف راسته و اکثرشون هم دنبال سامانه پادشاهی هست. این جریان که الان شما گفتی چرا در این جریان اتحاد نمیشه، میخوام به اینجا برسم. در این جریان افرادی پشت پرده ها هستن که این افراد وقتی ریشتشون رو بگیر بری به عقب، میبینی همون کسایی بودن که سال 57 خیانت کردن به ایران. هر کدومشون یک گروه، یک دسته، یک جریان، یک حزب، یک سازمان، یک کنگره. و شما مثلا به من یک از داخل ایران هستم میگه آقا باید با اینا بیایم اتحاد کنیم. خب من نگاه میکنم میبینم کنگره ملیت های ایرانه، خب ایران ستیزه. کنگره فلانه، خب دنبال تجزیه ایرانه. کنگره اون یکیه که سرش تو کمپانی جورج سوروسه. و شبکه تلویزیون فلانه، میبینم که آقا اینم داستانش اینه. جریان ما هستیمه که طبق گفته خود سخنگوی جریان ما هستیم، همشون، ببین من این گفته خود شهرام همایونه، همشون یا دوز بودن یا دیوونه بودن یا مزدور جمهوری اسلامی بودن. خب من جوون به کدوم اینا بیام اعتماد کنم؟ اینا هم حرف پادشاهی خواهی میزنن، اینا هم صحبت از شاهزاده رضا پهلوی میکنن. اما میان به ملت میقبولونن که شما باید و باید و باید هر روز فریب نوریزاد رو بخورید، باید هر روز فریب تبرزدی رو بخورید، باید هر روز فریب خانم اقدس پشکوی رو بخورید.
این زوره، باید بخوری. چرا؟ چون من رسانه در اختیار دارم، چون من در سال 2019 از 2009 مثلا یک تقدیرنامه ای مثلا از فلان گرفتم، از شاهزاده رضا پهلوی گرفتم، در صورتی که از این تقدیرنامه ها هم فردوس تو دلت بخواد گره، هم قره‌باغی گره و هم دیگرانی که سال 57 خیانت کردن. ولی اینو میکنن ملاک که اون دفاع از نوریزاد رو توی مغز جامعه فرو کنن. حالا دو نفر آدم اومدن میگن آقا در 10 سال گذشته شما نگاه کن ببین محمد نوریزاد یا حشمت الله تبرزدی یا نرگس محمدی که شوهرش در فرانسه در تمام این رسانه‌های مافیایی به نفع جمهوری اسلامی مدام داره حرف میزنه، آقا اینا مال خودشونن، چرا ما باید انقدر فریب اینا رو بخوریم؟ ما میشیم موضوع بانو پریسا. یه صحبتی از شاهزاده رضا پهلوی هست، در اصلا هم اینم که من دارم میگم آقا نه من نه مهران کمالپور نه سخنگوی شاهزاده نه نماینده ایشونی نه اصلا ارتباطی با ایشون داریم. آقا ما یک ایرانی که میخوایم از این جنگل تاریک نجات پیدا کنیم، یک اندیشه حاکم بر ایران بوده از 2500 سال پیش تا به امروز و طبق تجربه ما و دید ما و آگاهی ما این جریان و این اندیشه میتونه ایران رو نجات بده، نجات بده، نه اینکه برای آینده ایران، یعنی از این جنگل بیایم بیرون. حالا سمبل این جریان هم شاهزاده رضا پهلوی، خوشتون میاد یا بدتون میاد، ما اگر میایم این رو میگیم اصلا نمیایم بگیم آقا من نماینده شاهزاده رضا پهلویم، حکومت ایران باید پادشاهی باشد و الا گردن همه زده است. نه، اتفاقا دموکرات ترین جریان سیاسی در ایران جریان پادشاهی خواهد، با همه حاضر حرف بزنه، اما یه تجزیه طلب حاضر نیست با کسی حرف بزنه، یک جمهوری خواه حاضر نیست با کسی حرف بزنه، میگه هرچی من میگم. اما صحبت شاهزاده رضا پهلوی رو من جبان پرسه لطفا کارگردان عزیز پخش کنم، خیلی کوتاه صحبت های من. یه توضیح دادم بانو پرسه، این ویدیو هم که در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی هست عرض کردم چند دقیقه پیش، به خاطر اینکه تمام این افرادی که دم از شاهزاده رضا پهلوی میزنن دنبال هویت سازی برای خودشون هستن و پشت نام شاهزاده وای میشن، میخوایم بگیم آقا چرا این صحبت شاهزاده رو پس شما گوش نمیکنید؟ همین صحبتی که الان میخوایم پخش کنید شما. یه بخشی از شاهزاده رضا پهلوی با مهدی فلاحتی مصاحبه دارن، خیلی کوتاه است. بله درسته. الان تا آماده بشه جناب آقای قاسم من کامنت ها رو میخونم. آقای کمالپور، بعضی از دوستان آقای علیرضا ایرانی نوشتن که راهکار چیه. آقای مایک شجاعی نوشتن بیاییم برنامه ریزی کنیم، انتقاد کافیست. عزیزان برنامه چیست؟ و دوستان دیگر هم که نوشتن چه باید به شما، چرا باید به شما اعتماد کرد؟ بله آقای فرخ سپهرار. خب اول من اجازه میخوام که این جوابو بدم، چرا باید به این آقایون اعتماد کرد؟ این رو من خیلی خوب میتونم پاسخ بدم. هر کسی به بعد میگه که آقای کمالپور و آقای سعید قاسمی مزدوره، بنده میگم که هر چیزی بگی ممکنه باشن به جز مزدور. دلیلش هم اینه که مزدوران جمهوری اسلامی به هیچ عنوان با رسانه‌ای که در خاک اسرائیل داره فعالیت میکنه مصاحبه نمیکنند، چون اون دیدگاه جمهوری اسلامی رو با خودشون آوردن دارن و عملاً ایرانیان مقیم اسرائیل رو در واقع دشمن خودشون میدونن و وقتی که بهشون پیشنهاد مصاحبه میدی میگن که چون شما تلویزیون شما در کشور اسرائیل و در خاک اسرائیله ما با شما مصاحبه نمی کنیم. یعنی زمان این صحبت، این طرز تفکر متعلق به جمهوری اسلامی است. شما نمیتونید منکر ایرانیانی بشید که در خاک اسرائیلن، ایرانیانی که جنگ با عراق شد رفتن جان باختند. ما 5 تا یهودی داریم که سال 57 که همه وقتی که انقلاب شورش 57 اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی اومد، یهودی ها خیلی هاشون از ایران فرار کردن، عده دیگه که در ایران موندن بچه هاشون رو سربازی فرستادند. هیچ کس نمیدونست که ما 5 تا یهودی داریم که در جنگ ایران و عراق جان باختند متاسفانه و
نمیتونید منکر بشید ایرانیان یهودی رو جز مردم ایران ترقی نکنید، چون اینها 2500 ساله در ایران زندگی کردن، قدمت دارن، پدران و پدران و پدرانشون جد در جدشون ایرانیست و باید بپذیرید، نمیتونید انکار کنید. اما کسانی که از همینجا از همین تریبون اعلام میکنم، کسانی که با رسانه اسرائیل پارس تیوی مصاحبه نکردن به این دلیل که در خاک اسرائیل واقع شده، از مزدوران جمهوری اسلامی هستند، اما همواره آقای کمالپور و آقای قاسمی میخواستن که مصاحبه کنن با رسانه ما و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتن. خب بریم کلیپ رو ببینیم و برگردیم. پرکرد بازیگران این کیا هستن؟ از دید من اون نیروهای معروف اپوزیسیون قدیم و کلاسیک نیستن، چهرهای جدیدتری باز پیدا بشن، چهرهایی که پاسخگوی امروز مردم باشن، چهرهایی که از همین نسل امروزی بر اومده باشن، نه کسانی که دستشون آلوده است و اصلا باعث و بانی این وضعیت بودن در وهله اول. این حرف من نیست، حرف میلیون ها جوان ها امروز مملکت هست. خب همین کلیپ بود. بله. بعد یه تو ببینید شاهزاده رضا پهلوی، دوستانی که میخوان حالا بعدن یه سری میخوان بگن آقا این ادیت شده و فلان، بذارید روی سایت صدای آمریکا مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با مهدی فراحتی همین چند وقت پیش بود. ایشون در این مصاحبه به صراحت میگه معنی حرف ایشون ساده و عامیانش اینه آقا از کسانی که در سال 57 نقش داشتن در فاجعه 57 و جمهوری اسلامی تا امروز حمایت کردن یا دستشون در جنایت های که جمهوری اسلامی انجام داده در آلوده است، اگر میخواید ایران آزاد بشه باید از اینا بگذرید. این و باید نسل جدیدی از اپوزیسیون، نسل جدیدی از ملت ایران بیان و خواسته خودشونو بگن. این یعنی چی؟ این یعنی که از این احزابی که از این جریانایی که اتفاقا در این طیف پادشاهی‌خواهی که بانو پریزا مثال زد هستن که چرا نمیشه باشون اعتماد کرد، چون تمام اون سرانشون پشت پرده هاشون همین افراد پنجاه‌هفتی هستن. چرا نسل من باید مدام بیاد از باید بیاد از محسن سازگارا، از شیرین عبادی، از کدیور، از اکبر گنجی و دیگرانی که میان بیانیه‌ای که این 14 نفر دنبالشن اندیشه این چندین تنه مثل محسن سازگارا هست، مثل ابوالفضل قدیانیه، مثل این یکی که جدیدن چیه مهرانفر چیه جناب کمالپور اسمش پرید از ذهنم مهدوی فر محمد مهدوی فر. اصلا شما بزنید توی گوگل سرچ کنید ببینید این شخص کیه، ببینید ابوالفضل قدیانی کیه، ببینید محسن سازگارا است که میاد اعلام میکنه، اکبر گنجی که میاد اعلام میکنه میگه آقا ما با ولایت فقیه رو بردارید، نظارت استثمابی رو بردارید، جمهوری اسلامی بمونه توی شکلی دیگه. فقط مشکلشون همینه. حالا وقتی اندیشه اونها میاد در یک بیانیه‌ای توسط آقای نوریزاد و دیگر 12 معصوم به اضافه اون دو هموطن که هستن وارد این جریان کردن، یک شخصی مثل مادر ستاره بهشتی، ایشون اصلا سیاسی نیست، ایشون یه جایگاهی بین مردم ایران داره که متاسفانه این آقای نوریزاد و مجموعش این جایگاه رو هم دارن از ملت ایران میگیرن، جایگاه این شخص رو. خب وقتی این 14 نفر میان، این 12 نفر میان بیانیه اکبر گنجی، محسن سازگارا رو ارائه میدن یا عطاالله مهاجرانی رو، خب من پادشاهی خواهم، من جوون، چرا باید بیام از این دفاع کنم؟ چرا باید بیام از این حمایت کنم؟ شاهزاده رضا پهلوی میاد دو تا مجموعه رو درست کردن، یک مجموعه به اسم فرشگر بانو پریسا و یک جریانی هم که حالا بهش میرسیم به اسم رستاخیز فیروزه‌ای یا جنبش فیروزه‌ای. شما در کدوم یکی از این جریانات سیاسی مثلا پادشاهی خواه میبینی که یک این همه تلاشی که بچه های داخل ایران دارن انجام میدن یه دونه از اینا رو حمایت کنن؟ تا شبکه فرشگر با اون مانیفست میاد بیرون، همین جریانایی که میگن پادشاهی خواه هستیم شروع میکنن به تخریب و به حمله به فرشگر. چرا؟ چون یک گروه جوانیه، یک اندیشه جوانیه، ربطی با این دایناسورهای 57 نداره و باید زده بشن.
از نگاه مافیای رسانه‌ای. جام کبابو شما توضیح. من یه مسئله رو بانو پریسا عرض کنم، بعد یه فیلمی هست از آقای همایون کانال یک. من قبلش مطلبی رو در پاسخ به این دوستمون که نوشته بودن چطور میشه برای چی باید به ما اعتماد کنن، دوست عزیز در کار مبارزه و در کار سیاست، مبارزه سیاسی بایدی وجود ندارد و اصلا نیازی نیست شما به ما اعتماد بکنید و اعتبار هر حرفی در دنیای سیاست و مبارزه سیاسی تا همون نقطه آخرشه و بعد از اون رو شما نباید اعتماد کنید، چه به من کمالپور باشه و چه به جناب قاسمی. و پاسخی که شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با فرشگرد داده بودن و یادمون باشه که هیچ وقت به حمایت یا تایید شاهزاده نگاه نکنیم و فقط به عملکردها بریم دقت بکنیم. اگر عملکرد درسته بر اساس منافع ملی هست حمایت کنیم، اگر عملکرد عوض شد قطعا حمایت که نمی کنیم دلوش هم نیستیم. اما بانو پریسای گرامی، یک بحثی هست در واژه اتحاد که چرا اصلا امروز ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، دو تا ویدیو شما ارسال کردید، یکیش دفاع از 14 نفر هست و یکی دیگه حمله اخیر آقای همایون به شاهزاده. دقیقاً همون دومی حمله اخیر. بله. یکی از مواردی که هست اینه که یأس و ناامیدی رو در دل مردم کاشتن و اینو ریشه شو دارن قوی تر میکنن. به چه صورت؟ خب ما امروز میدونیم رسانه های داخل کشور، رسانه های تصویری، تلویزیون جمهوری اسلامی برنامه باب میل جامعه مدرن پیشرفته امروز رو نداره، چه از نظر فرهنگیش باشه، از نظر سطح کیفی در نظر بگیرید، چه از نظر ورزشی باشه، هنری باشه و هر قالب دیگه. جامعه امروز از زن خونه دار تا کارمند و کارگر و مهندس و دکتر و تمام اقشار رو میارن به رسانه های خارجی. یک قشر بزرگی امروز با این مشکلات اومدن شدن قشر سیاسی که دنبال رو هستن یا پیرو یک سری از شبکه های فارسی زبان سیاسی هستن. با هزینه هایی که مافیا کردن شیرو میبینیم. اینکه یک کانال تلویزیونی، یک شخص، یک برنامه ساز میاد میگه خب دوستان من اومدم پیرو صحبت های شاهزاده رضا پهلوی اتحاد و همبستگی رو ایجاد بکنم. در نگاه اول، گام اول وقتی وارد این مقوله میشیم، این پنل سیاسی رو میبینیم، میبینیم دو نفر نشستن که کمونیست افراطی هستند، طیف چپ افراطی، که در مانیفست سازمانیشون، حالا یکیشون نه یکی دیگرشون که مانیفست سازمانی داره، عملا و رسما خودش هم اعلام میکنه که ما قابلیت و آمادگی ائتلاف و اتحاد با هیچ گروه و شخصی رو نداریم. این از این. از طرف دیگه به اسم جبهه ملی، به اسم سکولار دموکرات، به اسم جمهوری خواه برمیداره میاره، یک نفرم میاره از مشروط خواهانی که دو چیز و دو فاکتور، دو فکت اساسی رو نداره. یک، فن بیان رو نداره، قدرت بیان رو نداره، و دو، خرد لازم برای مقابله با سایر اعضای حاضر در اون پنل رو نداره. اینا مهمه. در نهایت 3 ماه 4 ماه این شخص برنامه ساز میاد برنامه رو میسازه، تزریق میکنه، خوراک میده به مردم، آخر یک جمله میاد میگه و میگه مردم دیدید من تلاشمو کردم اما اینها با هم متحد نمیشوند، برید دنبال زندگیتون. خب این خودش یأس و ناامیدی رو داره مستقیم تزریق میکنه. بعد چرا میایید پشت نام شاهزاده قایم میشی؟ کسی که میگه من تمام برنامه‌امو از شاهزاده دستور میگیرم، تمام حرکتام بر اساس دستور شاهزاده است، چرا امروز اومدن یک سری از اپوزیسیون ها که دم میزنن طرفدار شاهزاده هستن به این 14 نفر حمله میکنن؟ دلایلش رو جناب قاسمی گفتن. بعد خودش مستقیما میاد حمله میکنه به شاهزاده، صرف این که شاهزاده دیگه شد، یا ما قبول داریم شاهزاده جایگاهش کجاست یا قبول نداریم. بازی با تفکر مردم نتیجه سلب اعتماد میشه. وقتی اعتماد سلب شد هیچ اتحادی شکل نمیگیره. این ویدیو رو ببینیم که این آقای برنامه ساز، آقای همایون، با چه نوع فن بیانی و کلامی به شاهزاده حمله میکنه.
خب پس چی کار کنیم؟ آقا دیر شد، شاهزاده رضا پهلوی دیر شد، به خدا دیر شد، نباید به اینجا میرسید، نباید این همه بچه ها معتاد میشدن، این همه بچه ها قاچاق فروش میشدن، این همه دختر ها فاسد میشدن، نباید به اینجا میرسید، اما رسید. خب ببینید بانو پریسا، ایشون در یک جایی در یک حالا من دو بار زنگ زدم که صحبت کنم، خیلی مؤدبانه خیلی با آرامش. خب دیدید ایشون هم مثل خانم ویکتوری آزاد با شنیدن صدای من دچار یک تنش عصبی شدید شد و استرس بالایی گرفت، چون میدونه نمیتونه جوابگو باشه. بارها و بارها اعلام کردن که شاهزاده رضا پهلوی فرمانده من هست و آقایونی که میایید حمله میکنید، یعنی شما عقلتون از شاهزاده بیشتر میرسه که شاهزاده میاد تو تلویزیون من یا تو برنامه من با من مصاحبه میکنه؟ سوال من اینجاست آقای همایون، آیا عقل شما از شاهزاده رضا پهلوی بیشتر میرسه؟ و شما با چه مجوزی به خودت اجازه میدی به یک جایگاهی که مردم عاشقش هستن و مردم خواستار بازگشتشون هستن با این کلام با این لحن صحبت کنی؟ و چرا پشت نام شاهزاده قایم میشید؟ چرا میخواید به نام شاهزاده اتحاد از بین ببرید؟ زمانی که بانو پریسای گرامی، من اینو بارها بارها تو برنامه خودمون اعلام کردم و عمدنم اعلام میکنم، میخوام ببینم که این بیمسئولیتی مدعیان براندازی، حتی جوانایی که امروز دارن ادعا میکنن، تا کجاست؟ من یکی از افتخاراتم که مطمئنم بعد از من هم در تاریخ ثبت شده، به هوشیاری خودم در ورشو و جواب علی جوانمردی رو دادن هست. خب اون روز خیلی ها به من حمله کردن از جماعتی که در ورشو بود، ولی خیلی ها بودن که حمله نکردن ولی سکوت کردن. خب عدم پاسخگویی تا امروز به این نتیجه رسید که کل جامعه فهمید بله، حرف اون روز مهران کمالپور در ورشو و برنامه‌هایی که مهران کمالپور و سعید قاسمی صحبت کردن در رابطه با ماهیت علی جوانمردی دقیقاً برخلاف اتحاد و همبستگی بین مردمه، دقیقاً شاخ به شاخ ایستادن با طیف پادشاهیه، دقیقاً شمشیر از نیام برکشیدن برای شخص شاهزاده رضا پهلویه. اینها تماماً سم مهلک برای جلوگیری از اتحاده. چرا از ورشو تا به امروز یک نفر از این همه لایف گذار و این همه مدعی و این همه پادشاهی خواه مدعی، یک نفر وجود نکرد دیگه؟ آقای علی جوانمردی، شما عمدن در جلوی این همه تلویزیون و دوربین و ویدیویی که گرفته میشد گفتی، تهمت زدی به شاهزاده رضا پهلوی، چون من حرفشو تکرار نخواهم کرد. خب چرا؟ چون اون اتحاده رو با همین سموم نابود کردن. امروز چه بانوان ما چه آقایون ما مدعی هستن، فقط به قول ما در ایران میگفتیم فقط لب و دهنن، فقط ادعا در حد لب و دهنه، وقتی به مرحله عمل میرسه صفر، وقتی به مرحله کف خیابون میرسه صفریم، فقط ادعاییم. اتحاد نابود شد. از کجا؟ از طریق همین شبکه ها، از طریق همین رسانه هایی که عمدن و با برنامه میگن نابود کنید، مردم نباید با هم جمع بشن، خصوصا طیف پادشاهی. بله واقعا متاسف هستم. اتفاقا آقای کمالپور، امروز خانمی با من تماس گرفت، گفت که در نشست ورشو، بعد از اون نشست ورشو، آقای شاهزاده صحبت‌هایی رو عنوان کردن که بینندگان و شنوندگانی که این صحبت‌ها رو شنیدن فکر کردن که منظورشون شما بودید، یعنی گفتن کسانی که اومدن در نشست ورشو و اونجا به نام پادشاهی ایجاد اختلال کردن و محیط رو برهم زدن، اینها با من نیستن و مردم به حرفای اینها گوش نکنید، و مردم براشون چنین تداعی شده که منظور شاهزاده از اون افراد شما بودید. به هر حال اگه توضیحی دارید اینجا میتونید بفرمایید.
من اول توضیح میدم که آقای قاسمی قسمت رو قشنگتر از من توضیح میده، من یه توضیح کوتاه بدم. در اون صحبتی که ویکتوریا آزاد بدون اجازه ضبط میکنه، سعی میکنه بر علیه من و سعید قاسمی یک چیزی رو، حرفی رو، بیانیه ای رو، مطلبی رو از زیر زبان شاهزاده رضا پهلوی در بیاره. اولا که اگر شاهزاده رضا پهلوی در هر جایگاهی، در هر زمانی، در جلوی هر دوربینی توسط تمام کانالاشون بیانیه علیه ما بدن، حتی من قبلا این واژه رو گفتم، اگر جایی من افتخار دیدن اینو داشته باشم که برسم خدمت شاهزاده، حتی کشیده بذارن زیر گوش من، این باعث افتخار منه. این یک. دو، اما در نهایت اولا که سعید قاسمی مگه در ورشو بود؟ بیماری افراد اینجاست. آقای قاسمی که در ورشو نبود، من که در ورشو فحاشی نکرده بودم، ویدیوشو من چند وقت پیش دوباره پخش کردم که من در کمال آزادی به عنوان این که ثابت کنم پادشاهی خواهان دموکراتیک ترین طیف سیاسی هنوز هستند در ایران و در خارج از ایران، شخص دیگری که ادعا میکنه مبارز و ولی وجود نداشته تا الان بیاد بگه آقا باعث این تنش و این چلنج در اونجا من نوعی بودم، چون حمله کردم به علی جوانمردی، من مجبور شدم صحبت کردم و از علی جوانمردی دفاع کردم، گفتم آقای جوانمردی خودش دفاع کنه از خودش. ابتدای صحبت علی جوانمردی در زمانی که داره صحبت درست اتحادو میکنه، من پشت سر علی جوانمردی هستم و با این حالت دارم مردم رو تشویق میکنم برای جوانمردی دست بزنن. ویدیوش موجوده. زمانی که سویچ میکنه میاد تهمت بزنه به شاهزاده، من در کمتر از 3 ثانیه اجازه ندادم و میکروفون ازش گرفتم. این تا اینجا. ولی شاهزاده رضا پهلوی در اون صحبت ما رو نکردن، اگرم کرده باشن خوب کاری کردن، اما بیان ثابت کنن که اون افرادی که دارن دستاویز قرار میدن این حرفا رو، بیان ثابت کنن که سعید قاسمی یا من کمالپور مزدور جمهوری اسلامی هستیم بر اساس اسناد. این صحبت ها میخوان بانو پریسا، همینان عزیز، با این شعارها میخوان شاهزاده رضا پهلوی رو از قالب دموکراتیک بودن خارج کنن، نشون بدن که یک دیکتاتوره. بفرمایید جناب قاسم. اگه مطلبی سوالی صحبت دارین بانو پریسا یا من ادامه بدم؟ بله بفرمایید، ادامه بدین. ما در یه برنامه با جناب دانیل، برنامه آخری بود که فکر کنم با جناب دانیل بودیم در همین تلویزیون پارس تیوی، در مورد این صحبت کردیم و همونجا هم من گفتم الانم میگم باعث افتخار منه که یک شخصی که خودش تروریست چریک فدایی خلق بوده اسنادش هم هست و امروز دنبال تجزیه و نابودی ایران هست، بیاد به من بگه مزدور. اصلا برای من این یه سند افتخار برای من. ولی همونجوری که جناب کمالپور توضیح داد و در اون برنامه ما توضیح دادیم، اینا میخواستن یه کاری رو انجام بدن، یک به قول معروف مطلبی رو یا یک حکمی رو، همونجوری که خودش داره میگه توی اون گفتگو، هم میگه شاهزاده بیا یک حکم بر علیه اینا بده. ببینید کسی که امروز هنوز به قدرتی نرسیده، هنوز موفق نشده اون سناریو، اون سیاست کثیفش رو در خاک ایران پیاده کنه، یعنی تجزیه کنه ایران رو، در فضای مجازی که هم صحبت از دموکراسی میکنن، به جای اینکه بیاد پاسخ منتقد خودش رو بده، به جای اینکه بیاد بگه آقا خانم آقایون من در دهه سال 1360 یا در ببخشید 80، در دهه 80 خورشیدی رفتم ایران و شناسنامه ایرانی گرفتم با داشتن حکم اعدام، به جای اینکه بیاد اینا رو بگه، میاد بر علیه ما حکم حکومتی میگیره از دید خودش. حالا فکر کنید این اشخاص وردام قدرتی هم یک در میلیون خدای نکرده در ایران برسن، اونجا دیگه حکم حکومتی نمیگیرن، اونجا همون کاری رو میکنن که قبل از 57 کردن، یعنی سینمارکس آبادان رو با 750 نفر زنده میسوزن. کسی که طاقت نقد نداره، پاسخی به نقد نداره، فردا دست به اسلحه میبره اگه قدرتش برسه. اگر همین امروز هم قدرت داشتن، در همین فضای در خارج از کشور اروپایی که ما هستیم، قطعا ما رو نابود میکردن.
تحمل فضای مجازی رو ندارن. حالا اگه به قدرت برسن چیکار میکنن؟ اما برگردیم بانو پریسا، بیایم سراغ یکی دیگه از کارهایی که جمهوری اسلامی از این افرادی که اتفاقا توسط اون مافیایی که سال 57 ایران رو نابود کرد یه سری امتیازهایی میگیرن، مثلا مصاحبه میگیرن با شاهزاده رضا پهلوی مثلا. خب این همینجوری الکی که نیست، این همینجوری نیست که مثلا یه نفر بلند شه مثلا از ایران بیاد یا در اروپا زنگ بزنه الو شاهزاده رضا پهلوی بله من میخوام با شما مصاحبه کنم، ایشون هم بگه بفرمایید. نه، یه سری پروتکل داره، یه سری مراحل داره که شما باید از اون کانال ها وارد بشید. اون کانال هایی که شما وارد میشید بیشتر این آدم ها آدم هایی هستن که در خدمت اون مافیا هستن. اصلا هر کسی میگه نه بیاد من همه اینا رو بهشون ثابت کنم، یه روزی ما خیلی از این اسرار رو بیرون میریزیم. حالا شاهزاده رضا پهلوی از هر امکانی استفاده میکنه برای که بخواد صداشو به جوانای داخل ایران برسونه. بی بی سی میخواد باشه، ایشون میره مصاحبه میکنه. من و تو میخواد باشه، میره مصاحبه میکنه. علیرضا نوریزاده میخواد باشه، میره مصاحبه میکنه. رادیو فردا هم باشه، میره مصاحبه میکنه. بارها هم ایشون گفتن، حتی در همین گفتگویی که با فرشکت دو شب پیش دیشب داشتن هم ایشون اشاره کردن که اگر من حرفی رو بخوام بزنم یا مطلبی رو بخوام بگم من نیاز به نماینده ندارم، نماینده هم در هیچ کجا ندارم، هر چیز بخوام بگم رو برگاه خودم میده. اما یدک کشیدن نام شاهزاده و اون کاغذ مثلا فرض کنید 15 سال پیش آوردن نشون دادن که من تاییدیه دارم، بعدش چه اتفاقی میفته؟ بزنید لطفا شهرام همایون انتخابات، اگر ویدیوشو کارگردان عزیز بذاره روی صفحه، بی بی سی تمام تلاششو میکنه، صدای آمریکا تمام تلاششو میکنه، جمهوری اسلامی داخل تمام تلاششو میکنه، ملت بکشه بیرون. حالا ببینید رسانه‌ای که میاد میگه من طرفدار شاهزاده هستم به دروغ، چگونه به جمهوری اسلامی کمک میکنه در دقیقه 90 که حسن روحانی رو باید با رأی آرا بالا به این دنیا خوروند. ببینید آقای شهرام همایون چی میگه. این امیدوارم اون کسایی که ببخشید من فرشته امیدوارم اون کسایی که تعصب خشک دارن بیان واقعیت رو ببینن. ما تا واقعیت رو نبینیم همچنان دور باطل خواهیم زد. اگر ویدیو آماده است بذارید. بله آماده میشه، ولی نه تنها تلویزیون رسانه آقای شهرام همایون بلکه خیلی از رسانه ها بودن که آقای مهدی خزعلی و دیگران رو آوردن و گفتن که ما باید بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنی، مردم باید بیان رأی بدن که اون بدترا در واقع انتخاب نشن. من دقیقا حضور ذهن دارم که در تمام اکثر رسانه های فارسی زبان خارج از کشور این صحبت ها بیان شد و مردم رو در واقع ترغیب کردن که برن پای صندوق های رأی. بریم با همین کلیپ رو ببینیم. بله روزی آقای تاجزاده که معاون وزارت کشور بود و مدتی هم زندان بود یه سخنرانی ازش من دیدم، یه جمله گفته، جمله خیلی درسته مردم، جملهش خیلی درسته. گفته اگر آقای رئیسی به قدرت برسه حکومتش 4 ساله نخواهد بود، 40 ساله خواهد بود. من شهرام همایونم اینو به شما میگم مردم، اگر رئیسی به قدرت برسه یعنی جانشین بالقوه رهبری که مورد حمایت سپاه و قوه قضاییه و بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی هم هست. کار سخت میشه ها، کار خیلی مشکله. اما اگر روحانی به قدرت برسه که داریم میبینیم این اختلافات وجود داره، با قوه قضاییه همین امروز گفته آقا شده ما میگیم قوه قضاییه باشه، اصلا ما میگیم همین خیمه شب‌بازی، قولی دوست اینجا نمیشته خیمه شب‌بازی، از یه تریبون بزرگ داره اعلام میشه که آقا قوه قضاییه غیر قانونی داره عمل میکنه. اگر ما به امثال
رئیسی و خاتمی و اینها رأی میدادیم، عمر حکومت طولانی میشد. الان اگر به رئیسی رأی بدیم عمر حکومت طولانی میشه. چراشم بهتون بگم، چراشم این بود که چون زمان خداحافظی آقای خامنه ای فرا رسیده و احتمالاً در 4 سال پیش رو خامنه ای خواهد رفت، اگر ما به رئیسی رأی بدیم و خامنه ای بره، چون رئیسی از پشتیبانی سپاه و بسیج و قوه قضاییه و نمیدونم بنیاد مستضعفان برخورداره، بلافاصله توسط مجلس خبرگان میشه جانشین رهبر و میشه رهبر، و چون نیروی جوانی هم هست و از پشتیبانی تمام اون ارکان برخورداره، پس عمر رژیم طولانی میشه. اما اگر روحانی بشه رئیس جمهور و خامنه‌ای تو این 4 سال بای بای بکنه، از اونجایی که روحانی در طول این 4 سال با بسیج و سپاه و بنیاد و نمیدونم رادیو تلویزیون و قوه قضاییه مشکل پیدا کرده، اینا میزنن به تیپ و تاپ هم، باعث کوتاه شدن عمر رژیم میشه. خب این کلیپ رو با هم دیدیم آقای تاجزاده. بله دوستان عزیز، این کلیپ رو با هم دیدیم. با توجه به این که فراموش نکنید 6 ماه دیگه مجدداً انتخابات هست در ایران و تنها کاری که ملت ایران باید بکنن اصلاً پای میز انتخابات، پای صندوق رأی نرن. حضور شما پای صندوق رأی فقط نشون میده که شما جمهوری اسلامی رو تایید کردید و ایمان دارید که انتخابات برحق و درسته، غافل از این که اونها هر کیو که بخوان میبرن اون بالا میشونن. اصلا رأی شما هیچ دخل و تصرفی در انتخابات نداشته، ندارد و نخواهد داشت. ببخشید این تو پرانتز صحبت من بود. بفرمایید آقای کمالپور و سعید قاسمی عزیز. توضیح بدم، ببخشید جان، شما ادامه بدید. مراجع من شما میگم خواستید ادامه بدید در رابطه با بیگ بفرمایید. ببینید بانو پریسا، صدا و سیمای جمهوری اسلامی که 24 ساعت در 6 ماه یا حداقل 2 ماه نزدیک به انتصابات جمهوری اسلامی شروع میکنه به تبلیغات و ساندیس دادن و کارت هدیه دادن و نمیدونم پنچرگیری رایگان گذاشتن و انواع و اقسام ترفندها رو میذاره که ملت رو بکشه. بی بی سی و صدای آمریکا و بقیه هم که کارشون روشنه، مهدی خزعلی رو بیارو، نمیدونم اون یکی رو بیارو، نامدار حقیقی رو بیارو و این اکبر گنجی رو بیارو، مثلث عین و مثلث قین و از این مسائل. این هم از این جریان ها میمونه. این رسانه هایی که حالا ادعای حمایت از شاهزاده هم میکنه این آقا دیگه. شما فکر میکنید چند میلیون جمهوری اسلامی باید هزینه میکرد که این جملات از زبان یک مخالفش مثلا که نیست منتشر بشه؟ برای کدوم قشر افراد؟ برای افرادی که میخوان کشورشون آزاد بشه، نشستن پای شبکه جین، نشستن پای صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نشستن پای بی بی سی، نشستن پای شبکه‌ای که مدام از نام خاندان پهلوی داره سوء استفاده میکنه و جنس میفروشه، حالا کلاهبرداری میکنه و شارلاتان بازی که خودش هم میدونه، همش هم ما با اسناد گذاشته. این شبکه هم میاد حرف بی بی سی رو میزنه منطقه با یه شکلی دیگه. این یه نمونش بود و این فقط دوستان فکر نکنید همین برنامه است. هر کسی رو این یه پیشنهاد به همه دوستان، اونایی که میگن به ما اعتماد کنید یا نکنید، اصلا نیازی نیست به ما اعتماد کنید، به عقل خودتون اعتماد کنید. برید تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی رو، چه مجلسش چه ریاست جمهوریش رو در بیارید، هر شخصی رو که خواستید در فضای اپوزیسیون بشناسید، برید 1 ماه مونده به اون انتخابات تو تاریخ برنامه‌هاشو در بیارید، بشین صحبتشو گوش کنید، ببینید چجوری یه سریا دارن ملت رو سوق می‌دن به سوی انتخابات. یه ویدیوی دیگه هست از یک شبکه دیگه که اون هم اتفاقا شاید به شما بگم چندین برابر شهرام همایون با شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه داشته، حتی با شهبانو فرح هم مصاحبه داشته، حتی در منزل شهبانو فرح هم رفته، علیرضا نوری‌زاده، اونم داره ادعا میکنه من مخالف جمهوری اسلامی هم دیگه. حالا ببینید توی همین شب انتخابات این آقا چجوری داره برای جمهوری اسلامی تشویق میکنه ملت رو که برن رأی بدن. اینم لطفا بذارید بعد برگردیم.
بله حتما. و ببینید 6 ماه دیگه مجددا انتخابات و هفته گذشته همین چند روز پیش توی خبرها شنیدیم که آقای ظریف شروع کرده بود به تبلیغات که باز هم ملت میان پای صندوق ها، باز هم ملت میان و رأی میدن. بریم صحبت های آقای بله. خب تا این آماده بشه این ویدیو عرض کنم با پریسا تا بله. ویدیو آماده بشه ببینید. بله بفرمایید. آقای همایون در همین قسمتی که الان پخش شد خیلی قشنگ میاد شرایط رو مهیا میکنه با اون شگرد خاصی که داره در هر دقیقه 60 بار بتونه تناقض‌گویی کنه، میاد میگه اگر روحانی بشه رئیس جمهور تو این 4 سال جمهوری اسلامی سرنگون میشه. حالا اگر کسی ازش انتقاد کنه تو چرا اینو گفتی، میگه من گفتم که جمهوری اسلامی بخواد این سرنگون بشه بهتر به روحانی رأی بدن، اما برای اینکه رأی بدن خواسته جمهوری اسلامی رو جامعه عمل کشونده، یعنی مردم رو کشونده پای صندوق های رأی، و جمهوری اسلامی با فیلمایی که گرفت و پخش کرد تو جوامع بین الملل اون مشروعیت خودش رو به دنیا ثابت کرد. این زحمتی بود که همین افراد برنامه ساز چه آقای همایون چه آقای نوریزاده کشیدن و قشنگ در مسیر اربابشون گام برداشتن. چرا؟ از زاویه دیگه وقتی برمیگردیم به واژه اتحاد، مردم ایران توی تلویزیون چی رو میبینن؟ چه مردم برن رأی بدن به قول شما، چه رأی ندن، اون نتیجه آرا بر اساس سیستمی که طراحی شده اعلام خواهد شد، ربطی اصلا به رأی مردم نداره. اما اتفاقی که داره میافته این وسط اون بازی با تفکر مردم رو به اینجا میرسونه. تو تلویزیون میبینن ای بابا این همه مردم تو این فشار اقتصادی دارن میرن پای صندوق رأی، وقتی حرف از سرنگونی و براندازی میشه میگه آقا این همه مردم با جمهوری اسلامی هن، الان ما بریم چیکار کنیم با یه نفر مگه کاری میشه کرد؟ اون اتحاد شکل نمیگیره، نمیاد بشینه پای صحبت شاهزاده رضا پهلوی، نمیاد بشینه پای صحبت های مثلا شبکه فرشگر، جایگاه هایی که شاهزاده تایید کردن برای مردم نمیان بشینن. چرا؟ چون میگن هنوز این اتفاق در داخل ایران رخ نداده، مردم مشکلی ندارن، ببینید رفتن رأی دادن. این رأی دادن رو کی داره تبلیغ میکنه؟ کی داره شرایطش رو مهیا میکنه؟ امثال همین برنامه سازها مثل همایون و نوریزاد و دیگران. حالا اگه اون ویدیو هم آماده است بله بریم این کلیپ رو ببینیم. ما هم برگرد محمد و حسین و باقر و تقی، خارزاده آقای فلان، برادرزاده آقای فلان، بسیجی که داره ماه اینقدر میگیره، حالا اینا همشونه که جمع بکنی 5000 تا نمیشن، اما چند میلیون دانشجو تو کشور هست. اینا میخوان یک قاتل، یک آدمکش بلفطره که از نوجوانی آدم کشته، او بیاد رئیس جمهوری کشور ما بشه. گویی این که برای او خوابهای بالاتری دیدن و خودش هم خوابهای بالاتری داره، اما قلم پاش باید در همین آغاز خورد بشه، چنان بی آبرو بشه که جرأت نکنه جلو بره. چیکار کردن؟ در مشهد بنیاد اینا، بنیاد کرامت، که آقای ممدلی جعفری و آقای حاج قاسم سلیمانی اینا جز هیئت امناش هستن و مدعیان ادعا میکنن که از پولهایی که مردم میدن اینا بیمارستان ساختن، جاده ساختن، همه رو برای اینکه این آقا رو بزرگ کنه. ولی خون اون 4700 نفر رو، فرزندان این سرزمین رو که او به مرگ محکومشون کرده، اون خون رو کی پاس می‌دارد؟ چجوری ما می‌خوایم یه قاتل بشه رئیس جمهوری کشورمون، رهبر کشورمون؟ یه نکته رو بهتون بگم، اینهایی که در عرصه سیاست ایران به ریاست جمهوری رسیدن، به رهبری رسیدن، غیر از آقای خمینی که مستقیما دستور قتل میداد، مستقیما آدم کشی میکرد و ذره ای رحم در وجودش نبود، اینهای دیگه حداقل نه قاضی بودن نه در جایگاه نشستن که حکم قتل صادر کنه. آقای رفسنجانی 1000 عیب داشت، 100 تا کار بد کرد که میدونم متهم به سوء استفاده شد،
اما کسی نگفت آدم کشه، آدم نکش خودش، دستور قتل نده. آقای خامنه‌ای از اول شغلایی که داشت قاضی نبود که بشنه حکم قتل صادر بکنه. من در جریان قتل‌های زنجیره‌ای تمام مدارک رو دیدم، 4 جلد کتاب نوشتم. بنده در اونجا ندیدم آقای خامنه‌ای در این ماجرا دست داشته باشه. حتی وقتی آقای خاتمی رفت به ایشون گفت، ایشون زیر بار نمی رفت، می گفت محاله به ذات اطلاعات از من پرسش میکنه. و وقتی یقه دوری باسپنج رو گرفتن نجف آبادی، 3 تا قسم طلاق و طلاق طلاق خود که من نمی دونستم و دروغ می گفت، و چون آقای خامنه‌ای فهمید داره دروغ میگه کنارش گذاشتن. میخوام بهتون بگم احمدی نژاد 1000 کار زشت و ناسواب و نادرست کرد، آدم کش نبود. آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود 16 سال. در اون شورا احتمال داره که ماجرای مطرح شده آقا با اینا چی کنیم، با مجاهدین منافقین به قول اینا، یا 18 شهر 18 در جنبش دانشجویی. آقای روحانی موضع بسیار بدی داشت، کسی بود رفت اونجا واسه که باید اینا رو اعدام کرد. با این همه قاضی شهر نبود، حکم صادر نکرد. اینا از جرائم این مجموعه نمی کاهد، تو اینا فقط خاتمی بود که تو کار آدم کشی اصلا غیر مستقیم هم. خب ببینید بالا پریسا، این دقیقاً ایام قبل از انتخابات ریاست جمهوری بود که این شخص از در حمایت از اصلاح طلبان، یعنی اون یکی شاخه جمهوری اسلامی، بر علیه این یکی میاد و این صحبت رو میکنه. اون قسمتش برای من مهم نیست که در مورد رئیسی میگه، این قسمتش برای من مهمه که یک شخصی که خودش جمهوری اسلامی رو سر کار آورده، خودش بلبل خمینی بوده در کشتار ملت ایران، در کشتار سران ارتش شاهنشاهی در پشتبون مدرسه علوی و رفاه، این شخص که خودش الان مخالف جمهوری اسلامی نشون میده، داره میاد در کمال وقاحت تمام جنایت های جمهوری اسلامی، از جنایت های علی خامنه ای، رفسنجانی، روحانی، احمدی نژاد، خاتمی رو داره، این جنایت ها رو پاک میکنه. یعنی داره میگه این همه کشتاری که در ایران انجام شد، اینا رو عمه من انجام داده، آقای خامنه‌ای نقشی نداشته، آقای احمدی نژاد نه. یعنی میخوام به شما بگم مردم، اون دوستانی که میگن به چی کار باید بکنید، این داستان شما تا این جور مسائل رو بیرون نیاری، تا اندیشه این افراد رو برای ملت باز نکنی، تا اینها رو مورد نقد قرار ندی، هر روز باید گول بخوری. یعنی به قول شهرام همایون، اگر رئیسی بشه رئیس جمهور، مردم کارتون سخت میشه، پدرتون در میاد، باید کاری بکنید که روحانی بشه رئیس جمهور. یعنی چی؟ یعنی برید شرکت کنید به روحانی رأی بدید. این دور باطله که 40 سال ملت ایران سر کار موندن، اما 5 سال حداقل به لطف فضای مجازی تمام این بازی‌ها به هم ریخته. شما میبینی از آبان 94 مردم داخل ایران حرفی دیگه میزنن، جوری دیگه نگاه میکنن، جوری دیگه بیان میکنن نظراتشون رو. حالا هر کدوم از ما، مثلا الان من اومدم این برنامه نوری‌زاده رو گذاشتم، ایشون دیشب در برنامهش میاد منو بس میکنه به جمهوری اسلامی یا ما رو، میگه این اشتباهی هم میگه، میخواد بگه سیمرغ، میگه ققنوس، میگه این ققنوسی که اومده این ویدیو رو بر علیه من درست کرده، اینو رفته ادیت کرده از این برنامه، و اینو مزدور جمهوری اسلامی هم. آقا من مزدور جمهوری اسلامی هم؟ یا تو که میای در تلویزیونت میگی احمدی نژاد دستش به خون ملت ایران آلوده نیست؟ در سال 88 کشتاری که در خیابان‌های ایران و شهرهای دیگه انجام شد کی انجام داد؟ قتل‌های زنجیره‌ای رو کی انجام داد؟ اعدام‌های سال 67 رو کی انجام داد؟ کشتار مردم کردستان رو کی انجام داد؟ آقای نوری‌زاده و آقای شهرام همایون، شما چرا فکر میکنید ملت ایران نمیفهمند؟ چرا اینجوری با خودتون فکر میکنید؟ ببینید گرفتاری ما اینجا، یه ویدیو دیگه هم کوتاه بانو پریسا کارگردان عزیز از عباس میلانی. خب این میشه برنامه ساز تلویزیون سیاسی مخالف جمهوری اسلامی،
اون یکی میشه رهبر جنبش ما هستیم بر علیه جمهوری اسلامی. بی بی سی و می بی سی هم که تکلیفش روشنه. حالا ببینید تاریخدان مملکت ما چی میگه، تاریخدان و تاریخ نویس اینا رو به شما دارم میگم. ما تاریخدان حکومتی داریم، کارگردان حکومتی داریم، برنامه ساز حکومتی داریم، جریان سیاسی حکومتی داریم، جامعه مدنی حکومتی داریم، و اینه که ملت ایرانی وسط گیر افتادن اینجاست. و این حباب رو هیچ جور نمیشه شکست، چون تمامش مافیاییه، مگر با افشاگری و نقد و به چالش کشیدن این موجودات. اینجا اینجوریه که ما میتونیم نجات پیدا کنیم، ملت ایران میتونن نجات پیدا کنن. هیچ کی نمیخواد به سعید قاسمی و مهران کمالپور اعتماد کنه. آقا وقت بذارید برید اینا رو ببینید و در موردش حرف بزنید، اینا رو به چالش بکشید. یک جایی باید از پای منبرها بلند شد، چه منبر داخل ایران منبر آخوند، چه خارج از کشور منبر اپوزیسیون ها و این رسانه هایی که داریم میبینیم. حالا اگر یک کسی هم مثل ما میاد حرف درست رو میزنه یا حرف منطقی رو میزنه، باید توسط فیسبوک بسته بشه، توسط دیگران بسته بشه و اجازه صحبت کردن بهش داده نشه. این صحبت میلانین هم بشتر اینجا. بله، البته لازم من یادآوری کنم آقای قاسمی عزیز که مثل اینکه واقعا دنیا دست در دست هم داده که آخوندها بتونن همچنان به اشغالگری کشور عزیزمون ایران ادامه بدند. و کاملا در این نقطه با شما موافقم که چرا واقعا به کسانی که میهن پرست واقعی هستند تریبون داده نمیشه در این تلویزیون ها. و دوستان هم برای ما نوشتن، آقای سوری جهانگیری گفتن که احمدی نژاد گفت اینها خش و خاشاک هستند، به ملت ایران میگفت. و دیگر دوستان که گفتن که آقای فرشید جلوه هم نظرشون همین بود که کی مردم بیگناه وطن رو خس و خاشاک نامید. در پاسخ شما جناب آقای قاسمی، به هر حال دوستان هم زحمت میکشن، کامنت مینویسن. از دوستان عزیزی که از طریق ماهواره های روکو و جلویز با ما هستن سپاسگزاریم عزیزان، همچنین کسانی که خب از راه های دیگه برنامه ما رو میبینن. بریم کلیپ رو با هم ببینیم و برگردیم. یادی تو میلانی بنیانگذار مصادره اموال کی بوده در ایران بعد از انقلاب، یعنی در جریان انقلاب؟ اونه در واقع بنیانگذار مصادره اموال متاسفانه باید دو شاه بود. آقای دکتر میلانی بنیانگذار مصادره اموال کی بوده در ایران بعد از انقلاب، یعنی در جریان انقلاب؟ اونه در واقع بنیانگذار مصادره اموال متاسفانه باید دو شاه بود. خب برگردیم، خیلی جالبه، این میشه تاریخ نویس بانو پریسا. حالا اون خبرنگار که رب به خمینی پیوست، اما این میشه تاریخ نویس حکومتی، داره میگه آقای میلانی بنیانگذار مصادره اموال بعد از انقلاب در جریان جمهوری اسلامی کی بود؟ متا رو اون عقده، رو اون کینه، رو اون اندیشه کثیف ایران ستیزی که اینا دارن، بلا فاصله اون چیزی رو باید بگه که تو دلشه. دعوا میدن ستاد فرمان امام بود. این اصلا پادشاه در ایران نبوده، در بعد از جمهوری اسلامی میگه شاه بود. ببین ولی حالا اگر ما میایم اینو مطرح میکنیم میشیم موضوع جواب کما من خیلی صحبت کردم، حسابی هم حقت ضایع شد. بفرمایید. اگه پرسشی دارید بانو قریصا بفرمایید که در خدمت. یک سوال خصوصی دارم از شما جناب آقای سید قاسمی. شما بعد از انقلاب جمهوری اسلامی، بعد از شورش 57 به دنیا اومدین، درسته؟ آخر ایشون از روزی که جهان تشکیل شده بودن و تمام مشکلات جهان گردن ایشون. آدم درست میگه جناب کمالپور، چون همه چیز انداختن گردن ما. بی ارزگی 40 ساله اپوزیسیون که گردن ماست. حالا اینکه چیزی نیست بانو پریسا، گفتم که دایناسورها که نسلشون منقرض شده تقصیر این دو نفرن. ولی من 6 4 1359، یعنی 6 تیر 1359 به دنیا اومدم، مثلا ندیدم متاسفانه. دیدم آقای شهرام همایون گفت بیاید عکس 40 سال پیشتون نشون بدید ببینیم کجا بودید. من حالا باید با مادرم صحبت کنم ببینم اگه سونوگرافی چیزی اون موقع نبودم، ولی خب حالا دیگه یه کارش باید بکنیم دیگه، عکس میخوام مال 40 سال پیش. بله، شما جزو نسل سوخته هستید.
بعد. خب میشنویم جناب آقای کمال پور، بفرمایید در ادامه صحبت هاتون. یعنی اینکه به عبارتی اتحاد فعلا تا جایی که آگاهی رسانی نشه و اذهان عمومی از این داستان‌ها پاک نشه و مردم طرف‌های خودشون رو نشناسن امکان پذیر نیست به نوعی. اولی که اتحاد بر اساس اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی دارن تعریف میکنن و شبکه‌هایی که از خیلی راحته، نیازی نداره، باز برای بار سوم الان ما میگیم نیازی نداره کسی به ما اعتماد کنه و با ما متحد بشه، نیازی نداره کسی اینقدر حاشیه بره. دقیقاً کسانی که پادشاهی خواه هستن برن بچسبن به شبکه فرشگرد و گروه ققنوس، خیلی راحت میدونن تحت حمایت شاهزاده رضا پهلوی هست. اما داستانی که شبکه هایی مانند همین رسانه هایی که دیدید قسمت های از برنامه هاشون رو دارن دنبال میکنن، عملاً در یک مسیری هستش که به هیچ وجهی با هیچ شرایطی اجازه ندن پادشاهی خواهان در یک قالب کلی شکل بگیرن و متحد بشن. چون مثال میزنم، نگاه کنید در قبال نقد هایی که ما کردیم، اومدن یک گروهی رو راه انداختن فاقد سواد و نگرش و بینش سیاسی، بدون ادب، یعنی کاملا فحاش، چه بانوانی که دارن تو اون گروه کار میکنن چه آقایونی که دارن کار میکنن، کاملا فحاش، بیخردانه. کسانی که تماما از روز آغاز فعالیت سیاسیشون تا به همین امروز نگاه کنید دائما در حال تغییر مسیر بودن. یه جا رفتن، به قول ما ایرانی میگن یه جا رفته توی مجاهدین نوک زده، یه بار رفته توی تجزیه طلبان نوک زده، یه بار میره سمت چه توده‌ای‌ها نوک میزنه، و هر جایی که ببینه شرایط و بستر براش مهیاست که به منافعش برسه میره نوک میزنه، کارش انجام میده، فارغ از اون شخصیت فردی و شخص حقیقیشون که در زندگی روزمره‌شون اصلا چه طرز فکری دارن، چه خطاهایی کردن، اصلا ما اینا رو هم کاری نداریم، که اونها خودش جای بحث زیادی داره. ولی نسبت به نگرش سیاسی و مبارزه سیاسی، کسی که ثبات نداره نه تنها برانداز نیست، بلکه عامل فساد در سیستم اپوزیسیون میشه. و این فساد یک بخشش کاملا ربط داره به جلوگیری از عدم اتحاد. چرا؟ چون یه بار من فکر کنم اینو در برنامه شما گفتم، چرا تمام اینها میان با لباس پادشاهی خواهی حرف میزنن؟ چرا یک نفر از اینها نمیاد بگه آقا من توده‌ای هستم و میخوام بگم مهران کمالپور و سعید قاسمی مزدورن؟ چرا نمیاد بگه من یک مجاهد هستم و میخوام بگم این دو نفر مزدورن؟ چرا نمیاد بگه من جبهه ملی هستم، من چریک فدای خلق هستم، من کمونیست هستم و میخوام بگم این دو نفر مزدورن؟ چرا؟ چون از قبل میدونن نسخهشون رو مردم میپیچن. در چه جایگاهی میتونن ضربه بزنن؟ در جایگاهی که با لباس پادشاهی خواهی وارد بشن و بگن آقا شاهزاده رضا پهلوی رو ما قبول داریم اما این دو نفر مزدورن. شما نگاه کنید این توده‌ای‌هایی که الان اومدن، یک برنامه شما ازشون بیارید که با پرچم سرنگ شیر خورشید نشان باشه، یک برنامه شما ازشون بیارید که نشسته باشن نقد کرده باشن اتفاقاتی که در داخل ایران داره رخ میده، در جامعه بین‌الملل رخ میده، در دل تجزیه طلبان رخ میده، تهدیدی که امروز این جامعه تجزیه طلبی که توی مسیر مافیا قرار گرفته برای ایران داره ایجاد میکنه رو بیان نقد کنن. کسی که نشسته میگه من در قلب اسرائیل دارم با نوک کجم نوک به انجیر میزنم، یک برنامه بیاره در نقد تجزیه طلبا، در نقد فلان. چرا تماما یا تو پیوی دوستان همرزمان ما ایجاد مزاحمت میکنن، تهدید میکنن، یا توی پیوی ما پیام میدن که شب که خوابیدی تو خونت موساد میریز اونجا گرد تا گرد نمیم سراتو میبره. از این اراجیفی که خوزعبلاتی که همه شونو جمع کنی بریزی توی کفه ترازو، چندر گاز نمیذارن کفه دستش، پف تو صورت طرف نمیدازن در قلب اسرائیل یا در
آلمان چرا بیان میشه در دنیای مجازی؟ چرا باید آقایی که برنامه ساز خودش رسانه داره، تلویزیون داره، بیاد یه گروهی رو جمع بکنه از 20 یورو بهشون پول بده تا اون گنده گندهشون 200 یورو هزینه فلان چیزشون رو بهشون بده که بیا فقط بشینن تو دنیای مجازی نفاق ایجاد بکنن و بگن این دو نفری که دارن تفرقه ایجاد میکنن موضوع جمهوری اسلامی هست؟ آقای همایون، آقای نوریزاده، آقایونی که انقدر ادعا میکنید، یک برنامه بیارید مهران کمالپور فحاشی کرده باشه. اگر نقد میکنم نمیتونید، حالا چه من چه سعید قاسمی با هم دیگه داریم کاری رو انجام میدیم، نمیتونید جواب بدید وقتی زنگ میزنم من نوعی فرافکنی نکن بگو فحاشی. مردم امروز هوشیارن، مردم امروز میفهمن داری دروغ میگی. بانو پریسا، شما یه پرسشی کردید که آیا من و آقای قاسمی حاضریم در مناظره شرکت بکنیم. اولا که تا الان بارها رسما دعوت به مناظره شدم و نیامدم. دومی که یک بار من در برنامه شما حاضر شدم، حضور پیدا کردم رو خط تلفن زمانی که ویکتوریا آزاد مهمان برنامه شما بود، دیدید چه اتفاقی افتاد. دو بار سه چهار روز پیش تماس گرفتم با شهرام همایون و ویدیوشو پخش کردیم که چطوری فرافکنی میکنه. اما آقای همایون، آقای نوریزاده، آقای نمیدونم اسماعیل نوری علا، تمام این کمونیست ها و توده ای ها و جبهه ملی ها و مجاهدین، هر کسی در هر قالبی شرفشو داشته باشید بیایید بگید آقا من با جمهوری اسلامی موافقم، بیایید بگید من هوادار جمهوری اسلامی هستم. تا الان هم فیلم بازی کردم گفتم طرفدار شاهزادم، ولی میخوام بگم این دو نفر هم مزدورن، اسناد و مدارک هم دارید، بیایید با اسناد و مدارک تو مناظره. نه میخواید بگید طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستی، بازم اشکالی نداره، ما در مناظره با شما ثابت میکنیم شما یک دروغگوی بزرگ هستید و هیچ کدوم از شما طرفدار شاهزاده رضا پهلوی نیستید، هوادارش هم نیستید، نه فرماندهتونه نه چیزی، و تمام کارهایی که دارید میکنید میخواید دور شاهزاده رضا پهلوی رو خالی کنید، دور فرشگرد رو خالی کنید، دور گروه قغنوس رو خالی بکنید و در نهایت همه رو تخریب بکنید و طیف پادشاهی رو اصلا بپاشونید. مردم اعتماد نکنن و هیچ اتحادی هم شکل نگیره. شرف داشته باشید اگر فکر میکنید واقعا انقدر شهامت دارید، انقدر وجودشو دارید، انقدر قدرت بیانشو دارید، انقدر از من و سعید قاسمی سند و مدرک دارید، اون گنده‌هایی که خیلی ادعاشون میشن، نه این اراذل و باشی که ریختید تو دنیا مجازی با 20 یورو 30 یورو، نه اینا نه، بیایید در یک مناظره و من و سعید قاسمی رو بابا رسوا کنید. شما چرا میترسید از رسوا کردن ما دو نفر؟ بیایید ما دو نفر رو رسوا کنید. سپاسگزارم. کنم ببخشید، مرحله اول من فکر میکنم که هر کسی هر دیدگاهی داره، هر اعتقادی داره، اصلا طرفدار جمهوری اسلامیه، اصلا آقای ایکس آقای ایگرگ طرفدار جمهوری اسلامیه. ما ایرانی ها باید یاد بگیریم بیایم بشینیم رو در روی هم قرار بگیریم، حرفمونو بزنیم، جدا از این که بخوایم همدیگر رو خفه کنیم، همدیگر رو زیر کنیم، همدیگر رو نابود کنیم، به هم اتهام بزنیم فلانی رفته زنشو کتک زده، رفته طلاق گرفته، اونم معلوم نیست که اصلا شوهرش کجاست. تا کی ما میخواییم بشینیم این حرفای خال زنکی و این که ببخشید بارا پریزا ببینید، کسی که چیزی رو ادعا میکنه باید بتونه ثابت کنه، چه شما باشی، چه جناب قاسمی باشی، چه من کمالپور، چه شهرام همایون، چه هر کسی دیگه، فرقی نداره. وقتی ایشون میگه که من با آدمای فحاش صحبت نمی کنم به دستور شاهزاده رضا پهلوی، تمام افرادی که اوبارده تو تلویزیونش از بزرگترین فحاشا هستن. یک. دو، آقای همایون، شما که میگی من با فحاشا صحبت نمی کنم، خودت چرا فحاشی میکنی؟ ما ویدیوشو پخش کردیم، نه یه بار نه دو بار. چرا سیاه نمایی و فرافکنی؟ بحث این که اصلا با جمهوری اسلامی باشه، من میگم وقتی ادعایی رو دارن میکنن یا قادر به اثبات اون هستن یا نیستن. اصل
در تمام دنیا برای تمام کسانی که بهشون تهمت زده میشه در مراجع قضایی اصل بر براءت است. کسی که ادعا میکنه باید ثابت کنه، نه کسی که جرمی رو مرتکب نشده. من بیام بگم بانو پریسا دور از جونتون، شما مزدور جمهوری اسلامی هستی، حالا بیام ثابت کن که من دروغ میگم. چی رو ثابت کنم؟ من باید ثابت کنم اینو، من باید ثابت کنم سعید قاسمی مأمور سپاه است یا نه. چون اگر من ادعایی بکنم، این دادگاه قاضی اول از من میخواد، میگه اسناد مستند دال بر اتهامی که داری میزنی به سعید قاسمی رو بده. برخلاف که هیچ وقت از زمین به آسمون که نمیباره که. ببخشید. بله کاملا درسته و واقعا امیدوارم که ماها یاد بگیریم روی سند و مدرک صحبتامون رو مطرح کنیم، اتهام به کسی نزنیم. اگر عقایدمون با هم متفاوته، سرک تو زندگی خصوصی همدیگه نکشیم، سعی نکنیم پرونده سازی کنیم، بیاییم رو در رو مردونه رو در رو مناظره کنیم، صحبت کنیم و مسائلمون رو حل کنیم. واقعا امیدوارم که ببینید، من امیدوارم که هر کسی هر اشتباهی کرده و تمام این اشتباهاتی که در این برنامه عنوان کردیم که تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور که حالا بعضن نقش اپوزیسیون رو بازی میکنند، این اشتباهات رو مرتکب شدن. من خودم شخصا امیدوارم واقعا اشتباه باشه و هیچ، یه وقتایی میبینین یه کسی یه اشتباهی انجام میده و نمیدونه که پشتش چه عواقبی داره. من میخوام خوشبین باشم و این رو بذارم به حساب اشتباه. واقعا بیاییم اشتباهاتمون رو تصحیح کنیم دوستان، و نمیتونیم 40 سال دیگه هم بشینیم به انتظار که باز اشتباه با باز مردم فریب بخورن باز، و زور ما هم نمیرسه. من، شما، آقای قاسمی، آقای کمالپور، تا چه حد شما میتونید آگاهی رسانی کنید؟ به قول خودتون فیسبوک شما رو میزنه، از سیستم های تلویزیون شما رو در واقع دور میکنن، به شما تریبون نمیدن صحبت کنید. چقدر امکان داره؟ واقعا باید نگرشمون رو عوض کنیم، باید همه ما با هم دیگه کمک کنیم دوستان تا بتونیم صدای ملت ایران باشیم. امیدوارم که اسرائیل پارس تیوی بتونه این رسالت رو به خوبی انجام بده. خب صحبتی برای پایان برنامه دارین؟ صحبت نهایی؟ من اینجا رو اصلاح کنم یا یه توضیح بدم. ببینید، اشتباه آدمای عادی میتونن اشتباه کنن و چیز خاصی هم نیست، یا شخصی میتونه اشتباه کنه مثلا به منافع خودش ضرر بزنه، اما اشتباه در سطح رسانه و اشتباه در سطح رهبری جریان‌های سیاسی، این اشتباهی نیست که به همین سادگی بگیم اشتباه شد ببخشید برگردیم. نه، اشتباه در سطح رسانه کاری رو میکنه که سال 57، قبل از 57، از سال 1320 این اشتباهات مدام تکرار شد فاجعه 57. وقتی کسی در یک رسانه میاد و یک مسائلی رو مطرح میکنه، یعنی داره مسئولیت این رو داره و آگاهانه داره این کار میکنه که داره افکار اون بیننده و اون افکار عمومی رو به اون سمتی که خودش دلش میخواد سوق بده، و این اشتباه ممکنه با سرنوشت یک ملت بازی کنه، کما اینکه سال 57 کرد. یعنی کسی که میاد خودش رو رهبر یک حزب سیاسی میدونه، در 30 سال گذشته چریک تروریست فدایی خلق بوده، تجزیه طلب بوده، فدرالیست خواهش بوده و الان شده پادشاهی خواه یا دیگرانشون، باید این هر برهی که ایشون یک کار رو انجام داده یک ضرری به منافع ملی اون کشور زده شده، تعارف که نداریم که. وقتی یک شخصی میاد فراخوان آبکی میده به عنوان رهبر، به عنوان فرمانده، و 10 نفر از جوانای داخل ایران گیر میفتن به دام وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات گرفتار میشن، این اشتباهی نیست که من بعدش بیام میگم آقا ببخشید من فراخوان دادم. نه، اشتباه من چندین تن رو در داخل ایران و خارج از ایران گرفتار میکنه. اینجا اونجاییه که اتفاقا ما میگیم باید مرز رو مشخص کرد، باید آدم ها رو
اون آدمایی که درستن درست، اون آدمای نادرست رو از این وسط بکشیم بیرون اگه میخوایم نجات پیدا کنیم. اگر میخوایم نجات پیدا کنیم باید از این مسائل عبور کرد، باید از شخصی که اومد لقب خمینی رو، لقب امام رو به خامنه ای داد، باید از شخصی که اومد که مرجع تقلید شیعیان امام خامنه ایست عبور کرد، باید از کسی که پونست و پیشونی دختر مردم چسبون، جوان مردم چسبون، باید عبور کرد. اگر این خیلی میگم که آقا هر کی از اومد کنده میشه اپوزیسیون باید بپذیره، بپذیره بسیارم عالی، اما ته صف آقای محمد نوریزادی که این همه اشتباه کرده رو چه حسابی باید بیاد بشه رهبر نسل جوان، نسل من که هیچ نقشی در اون 57 نداشتم و این همه جنایت کردن و همین آقای نوریزاد تا سال 88 تمام قد از علی خامنه‌ای دفاع میکرد، من چرا باید بیام بهشون اعتماد کنم؟ من وقتی میگم من یعنی نسل من، یعنی اون جوانی که میخواد بیاد داخل ایران. آقای زیبا کلام اگر میخواد به اپوزیسیون بپیونده بپیونده، اما دیگه نمیتونه تئوریسین اپوزیسیون بشه، باید بره ته صف. این غلطه هر کی میگه که آقا هر کی از اونور اومد با آغوش باز بپذیرید، بپذیرید ولی ته صف گوش به فرمانش نشید. چرا اکبر گنجی باید بیاد امروز بشه تئوریسین اپوزیسیون خارج از کشور؟ رو چه حسابی؟ ببینید این گرفتاری های ماست که نمیذارن. برای همینم شاهزاده رضا پهلوی گفت از اون نسل بگذرید اگر میخواید ایران آزاد بشه. و آقای شهرام همایون و امثال اینها به ما مدام میگن، میگن آقا شما نباید با آقای نوری علا حرف بزنید، انتقاد نباید از آقای خانم شکوه میرزادگی بکنی، انتقاد نباید از آقای ایکس بکنی، انتقاد نباید. آقا چرا نباید بکنم؟ خب پس فرق شما با جمهوری اسلامی چیه؟ آقا ما اگر انتقاد میکنیم، آقای همایون من اگر سند گذاشتم شما داری ملت رو تشکیل میکنی به انتخابات، بیا اینو به ملت توضیح بده، نه اینکه بگو آقا اینا دشمنان رضا پهلوی هستند، همشون هم مزدور جمهوری اسلامی هستند. آقا یک برنامه بیارید که ما تبلیغ کردیم ملت دارن رأی دادن، غیر مستقیم و مستقیم. ببینید این مسائل باید بانو فریسا یه ویدیو کوتاه انیمیشن من فرستادم، کارگردان عزیز لطفا اینم بذاره. دوستان تمام گرفتاری ما ملت ایران در همین انیمیشن خلاصه شد. اگر نکته این انیمیشن رو گرفتید متوجه میشید بازی دنیا دست کیه. اگر نگرفتیم کرسال که هیچی، 400 سال دیگه دور باطل میزنیم، نوریزادها میان بالا، نوریزاده ها میان بالا، شهرام همایون ها میان بالا و اینها هستند همچنان تا ایران نابود بشه. ببخشید من یه سوال دارم از شما. من میخوام بدونم که تا چه حد معتقد هستید، تا چه اندازه معتقد هستید که عوامل غربی، جهان در واقع اروپایی ها نقش داشتن در نقشگیری در به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و اشغالگران فعلی؟ یعنی اینکه تا جایی که الان داریم میبینیم خانم مثلا موگرینی همچنان پشت جمهوری اسلامی ایستاده و داریم میبینیم که اتحادیه اروپا، چین، روسیه دارن از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، فکر میکنی که آیا اون زمان هم اینها نقش داشتن در پدیدار شدن شورش 57 و اومدن این آخوندها به جمهوری اسلامی به ایران؟ اگر اجازه بدید من اینو توضیح بدم. و ببینید بارو پرسی اگر میخواید به این سوال پاسخ مستند داده بشه، نمیدونم صدای منو دارین یا ندارین. بله صداتونو دارین. صدای من هست؟ بله صداتون هست. من فکر کنم صدای منم نبود. صدای شما هست. آه اوکی. صدای شما هست. بفرمایید. چون صحبت. آقای قاسمی صدا ندارم. آقای قاسمی صدای شما رو میشنویدیم. اگه میخواید پاسخ مستند به مستند به این سوالتون داده بشه، کافیه یه در اینترنت سرچ کنید مصاحبه شاهنشاه آریامه با مقام‌های غربی اروپایی، مثلا رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلستان، صدر اعظم آلمان بلند میشن در یک تعطیلاتی که شاهنشاه در سوئیس بوده، با جت شخصشون میان یک هفته در انتظار میشینن که پادشاه بیاد اونجا و یک گوشه چشمی به این کشورها نشون بده. حتی گریه میکنه یکی از این
مقامات بریتانیایی در حضور شاهنشاه آریامهر که میگه شما میخواید ما بمیریم از گشنگی، و تمام اینها فقط یک کلم به شما میگم، 850 میلیون دلار پولی که از ملت ایران در 8 سال دوره احمدی نژاد غیب شد کجاست؟ در همین اتحادیه اروپا، در کانادا، یعنی در اقتصاد این کشورها منافع ملت ایران داره هزینه میشه، بهترین زندگی رو غربی ها دارن. و وقتی برمیگردی به اون منشأ این ثروت ها، درسته اینا تکنولوژی و دانش دارن، اما مواد اولیه و اون ذخایر ایران، افغانستان و امثال کشورهایی مثل ماست که اینها دارن درشون میارن، میارنشون و ازشون استفاده میکنن. شما یک جا نشون بدید که آخوند بر علیه مثلا سیاست های غرب کاری انجام داده باشه، یک جا. هر کاری که اینها خواستن، این برمیگرده به همون مافیایی که به شما گفتم، یه قسمتش جنای چپ اسرائیل که الان بذارید اینم یه توضیح در موردش بدم. این افراد یا این مافیاها جمهوری اسلامی رو آوردن در اون منطقه که دو تا کار انجام بدن، یک سیاست هاشون رو در اون منطقه پیاده کنن، و دو منابع زیرزمینی ایران رو بیشتر اینها مفت ببرن، یا عراق رو یا حتی افغانستان رو. شما نگاه کن، هر حرکت تروریستی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، در کشورهای اروپایی انجام داد، کاملا هماهنگ با سیستم‌های امنیتی این کشورها بود. چجوری میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ از طرف دیگه هر حرکت تروریستی جمهوری اسلامی در خارج از مردم ایران، کشورهای دیگه مثل عربستان یا جای دیگر انجام میده، نفع این حرکات تروریستی به چه مافیایی میرسه؟ ضررش به کی میرسه؟ پول ملت ایران باید در سوریه و عراق و یمن و لبنان هزینه جنگ هایی بشه که نفع این جنگ ها برای چه مافیایی، برای چه جریانیه؟ ما جریان رو توی برنامه خودمون راحت‌تر باز میکنیم و باز کردیم، دوستان که میخوام میتونم برم ببینم. اینجا اینجا اونجایی که وقتی ورق سیاست بخواد برگرده یا یک رئیس جمهوری در آمریکا بخواد بیاد حرف دیگه ای بزنه، همین کشورهای اروپایی تمام قد جلوش وای میسن. ولی خب اینو نمیدونن که توان مقابله با دولت آمریکا یا سیستم آمریکا رو ندارن. حالا کاری به اون ندارم. این کشمکش ها و بگیر و ببند ها و داد و ستدهای سیاسی فقط یه اتفاقی توش میفته. ملت ایران روز به روز دارن فقیرتر و گرفتارتر و درمانده تر میشن. کشور ایران رو از نظر محیط زیستیش روز به روز داره نابود میشه. زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی ایران رو روز به روز داره خواهش من. من در تکمیل صحبت های جناب قاسمی عرض کنم که تمام اینها طبق برنامه است، اما پاسخی که من عرض کنم به شما بانو پریسا، از قبل سال 57 دقیقاً کشورهای اروپایی، آمریکا و اسرائیل با برنامه این کارو کردن. چرا؟ زمانی که سطح کیفی زندگی در یک جامعه رو به رشد باشه، چه از نظر اقتصادی چه فرهنگی، چه تمامی سطوح مختلف یک جامعه در حال رشد باشه و در نمودار اقتصاد جهانی هم ببینن رشد به سزایی داره، اتوماتیکوار یک سری کشورهای میرن پایین قرار میگیرن. کشورهایی که امروز قدرتمند شدن و دارای زندگی بهتری شدن، در قبل از سال 57 نسبت به سطح زندگی از ایران پایین‌تر بودن. بسیاری از کشورها، خیلی از کشورهای اروپایی، اسرائیل، کشورهای عربی، و این اتفاق سال 57 رو دست به دست هم دادن، رقم زدن، و این توازن، این کفه ترازو عکس شد. ایران رفت پایین و اونها رفتن بالا، و در طول این 40 سال دقیقاً اینها خورتومشون رو انداختن در منبع سیستم اقتصادی کشور ما، از جیب مردم دارن میخورن، میکشن بالا و خودشون رشد میکنن. خب ببینید آقای کمالپور، در مورد صحبتی که فرمودین، من بیشتر فکر میکنم که اروپا و آمریکا در اون زمان بسیار بسیار نقش داشتن در شورش 57، ولی در مورد اسرائیل من مطمئن نیستم.
البته لازم یادآوری کنم که اسرائیل از نظر موقعیتی نمیتونسته نقشه داشته باشه، به خاطر اینکه اسرائیل در صفحه جهان یک کشور بسیار بسیار کوچکی است. حالا اگر نه اجازه بدید، در مورد اینکه اسرائیل منافعی در ایران داشته یا که اگر شاه سقوط میکرده به نفع اسرائیل بوده، به هیچ عنوان از هیچ نظر به نفع اسرائیل نبود که ایران به حکومت فعلی برسه، چون اسرائیل میدونست که قطعا اسرائیل میدونست که دولتی که بخواد دولت آخوندی باشه و بیاد روی این جریان میتونه به ضرر اسرائیل تموم بشه، که تموم شد. الان این خرابکاری های حماس و حزب الله و تمام اینها از کجا دارن سود میبرن، از کجا بر علیه اسرائیل هستن؟ ایران از اینها حمایت میکنه. من میخوام اینو بگم که من متوجهم، من میخوام اینو بگم که اگر صرفا یک یهودی قدرتمند، یک جناح چپ اگر اقدامی کرده، این رو نمیتونیم بذاریم به حساب دولت اسرائیل. این عقیده منه. نه ببینید بانو پریسا، شما در رابطه با سال 57 پرسش کردید. پرسش شما در رابطه با اتفاق سال 57 بود که طیف چپ یهود بر سر قدرت بود و قدرت در دستش بود. در رابطه با امروز شما صحبت نمی کنید. چه سودی اسرائیل میتونست ببره؟ چه سودی؟ من یه سوال دارم، چه سودی کشور اسرائیل میتونست ببره از اینکه شاه سقوط کنه؟ عرض میکنم این صحبت من یا سعید قاسمی نیست. شما میتونید به مصاحبه شاهنشاه فقید رجوع کنید در رابطه با نقش طیف چپ یهود از طریق رسانه ها برای فاجعه سال 57. اونو دیگه شاهنشاه فقید نشسته جلوی دوربین گفته، نه سعید قاسمی گفته نه مهران کمال. مستقیما هم داره میگه یهودی ها این کارو کردن. خب ولی ما میدونیم یهود طیف چپشه، طیف چپ اسرائیل داره این کارو میکنه، همون طیف چپی که امروز شما داری میبینی در علیه بنیامین نتانیاهو داره حمله میکنه. شبکه های مختلف تلویزیونی، کانال 12 و 13 اسرائیل دائما برنامه میذارن در علیه بنیامین نتانیاهو. چرا؟ نمیخوان بذارن نتانیاهو عامل سرنگونی جمهوری اسلامی بشه، چون اگر دست نتانیاهو رو باز بذارن قطعا میتونه یک تنه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، با ترامپ و سایر کشورها به این توافق برسه. ببینید طیف بندی های سیاسی در تمام کشورها وجود داره. منافعی که اون روز تمام این کشورها از قبل سرنگونی حکومت شاهنشاهی می‌بردن، نه شما نه ما نه هیچ تاریخ شناسی تاریخ دان نمیتونه کتمان بکنه. ما نمیتونیم تعصبی صحبت بکنیم. من میگم بهترین چیزی که وجود داره، شما صحبتهای ما رو قبول نمی کنید، زمان نداریم که بیاییم یک به یک توضیح بدیم همه رو، حداقل یک ویدیو 3 دقیقه‌ای هست از مصاحبه با شاهنشاه فقید و دلائلی که نسبت به حضور نقش یهود طیف چپ اسرائیل در فاجعه سال 57 بر روی کار آمدن خمینی و جمهوری اسلامی داره بیان میشه. در کجا مصاحبه شده؟ در پاناما. خب این مسئله هستش. ولی در رابطه با این که کشورهای قدرتمند در یک مقطعی به این نتیجه همه رسیدن، آیا شما فکر می‌کنید الان اگر ترامپ یا نتانیاهو یا کشورهای دیگه دستشون باز میشد نمیتونستن جمهوری اسلامی رو سریع سرنگون بکنن؟ چه کسانی نمیذارن؟ همون کشورهایی که منافعشون به خطر میافته. این همه اقتصادی که قدرتمند شده براشون به معرض خطر میافته با نابودی جمهوری اسلامی. ولی جلوی این اتفاقو گرفتن. به راحتی شما میشینی صحبت میکنی، ساعتها زمان میذاری، بچهای مردم در داخل ایران کشته میشن، رسانه هایی که اکثرا دست طیف چپ یهوده سانسور میکنه نمیذاره. شما میبینید تو ونزوئلا 2 روز بلند میشن همه دنیا مطلع میشن، تو تونس بلند میشن همه مطلع میشن، تو الجزایر بلند میشن همه مطلع میشن. چرا در ایران 25 روز یک مقطع، 2 ماه یک مقطع اعتصابات گسترده رانندهای کامیون بوده، معلمین بوده، کارگرها بوده، همین الان هست، یک رسانه خارجی فارسی زبان اینو مطرح نمیکنه، نمیذاره پخش بشه.
یک رسانه خارجی مثلا فرانسوی، آلمانی یا کشورهای دیگه انگلیسی مطرح نمی کنه، خفش می کنن. چرا؟ چون اگر مطلع بشه جامعه جهانی مطلع میشه، قشرهای دیگه مردم در ایران مطلع میشن و جمهوری اسلامی کارش تموم میشه و اونجاست که منافع این مافیای حافظ جمهوری اسلامی به خطر میافته. پس از سال 57 تا به امروز تمام کشورهای اروپایی، آمریکا، کشورهایی که امروز میگن ما قدرتمندیم، حتی ترکیه، در روی کار آمدن جمهوری اسلامی و بقایش تا به امروز نقش داشتن و بدهکارند به مردم ایران. بفرمایید. چون بله، سپاس از شما. ولی تا جایی که من در جریان هستم فکر میگم، یعنی ببینید، تا جایی که عقل درایت میکنه میشه فهمید که اسرائیل هیچ منافعی نداشت که با سقوط شاه بخواد براش به دنبال این منافعش باشه. یعنی الان ما داریم میبینیم روسیه، چین، اروپا، همه اینها منافعشون به خطر میفته که تمام قد پشت جمهوری اسلامی ایستادن. خانم موگرینی دیروز چه صحبت رو مطرح کرده؟ گفته که جمهوری اسلامی از برجام فراتر نرفته، در حالی که همه ما میدونیم از اول جمهوری اسلامی پایبند برجام نبود و غنی‌سازی اورانیوم رو افزایش داد از روز اول. اما همیشه ایران، همیشه اسرائیل به نفعش بوده که ایران یک پارچه باشه، ایران حکومت خوبی داشته باشه، برای اینکه میدونست که میتونه وسط یک عالمه کشورهای عرب، همسایگان عرب، ایران به کمک اسرائیل باشه. یعنی تنها کشوری که میتونست هم متحد و همبستگی داشته باشه با کشور اسرائیل پادشاه ایران بود. و من فکر نمی کنم که همه جناحای اسرائیل با این موضوع موافق باشن، با این بحث موافق باشن. خب بریم این کلیپ رو ببینیم و برگردیم. صدا نداره. نه، این کلیپ صدا نداره، صامته. خب میشه توضیح بدید آقای کمالپور؟ آره، ببینیم کلیپ رو ببینیم بعد توضیح میدیم. خب یه دور دیگه من خواهش میکنم که این کلیپ رو ببینیم. این کلیپ خیلی شفافه، یه سری مردم، یه عده مردمی هستن که اون وسط موندن، یه بلندگوی، اون کوهی که میبینید شما اون رسانه هست، بلندگوه، یه بلندگوی، یه شخصی میاد ملت رو جذب میکنه، بعد در کنارش این وقت یه بلندگوی دیگه میاد، این ملت میاد پای این بلندگو، بعد دو دسته میشن، اون بالا اون دو نفری که اون بالا وایستادن صحبتهایی که میکنن جنگو میندازن بین این مردمی که این پایینن، آخر این مردم از دست میرن، اون دو نفر که اون بلندگو بودن دست میاد تو دست هم و عبور میکنن. این کاریه که مافیای رسانه‌ای داره با ملت ایران میکنه. یعنی شما فرض کنید یه طرف بی بی سیه، یه طرف کیه؟ تلویزیون هایی که میان میگن ما تلویزیون های مستقلی، و این وسط چه کسی داره ضرر میکنه؟ ملت ایران. حالا یک فضای مجازی اومده که داره جفت اون بلندگو رو میندازه پایین و میگه شما دستتون تو کاسته هم، دستتون دست همه. و این فضای مجازی هم باید از ملت ایران گرفته بشه. چجوری گرفته بشه؟ همین افراد 10 دلاری، 20 دلاری و از طرف دیگه هم در اینستاگرام یا دیگر جاها مافیای جمهوری اسلامی میاد یه سری افراد، دخترای بدرک شده رو میفرسته خارج از کشور و اینها میان ویدیو لایو های آنچنانی میذارن، شرط بندی های آنچنانی و میلیونی میلیاردی پول جابجا میکنن و بینندهشون هم وقتی میری نگاه میکنی آنلاین 70,000 تا داره میندازه. خب چجوری باید این فضای مجازی چجوری باید دست ملت گرفته بشه؟ به همین صورت. حالا اگر دو نفرم میان مثلا یه سری صحبتایی میکنن، نفس اینها هم باید توی این آشفته بازار بریده بشه که فضای مجازی با فضای رسانه‌ای کاملا یک دست و مدیریت شده دست مافیا باشه.
مافیا چی میخواد؟ همونی که توی کلیپ دیدی، نابودی مردم. فرق هم نمیکنه این مردم میتونه مردم افغانستان باشه، میتونه مردم عراق باشه، میتونه مردم ایران باشه، مردم خاورمیانه است و این گرفتاری ماست. کاملا درست. خب سپاسگزاریم از شما عزیزان که دعوت برنامه ما رو پذیرفتین، تشریف آوردین، بار دیگر از دانشتون استفاده کردیم برای روشنگری و نجات هرچه سریعتر ایران. امیدواریم که واقعا کفایت کنه این تلاشی که ما داریم انجام میدیم و هرچه زودتر بتونیم ایرانی آزاد و آباد داشته باشیم. صحبت نهایی دوستان، اگر صحبتی دارید میشنویم. من عرض کنم بانو پریسا، هر کسی از این افرادی که ما نام بردیم هر زمانی تمایل داشتن میتونم به شما اعلام بکنم در برنامه خود شما، ما شما رو قبول داریم، رسانتون رو قبول داریم که به عنوان مبارز برانداز برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارید تلاش میکنید بدون چشم داشت. میتونم بیام تو تلویزیون شما اعلام بکنم و ما آمادگی داریم برای مناظره از یک دقیقه تا هر چند ساعتی که خودشون اعلام بکنن. من از طرف آقای قاسمی هم اینو اعلام میکنم به صورت یک طرفه به وکالت از طرف آقای قاسمی که اینو هم قبول میکنیم که این افراد وقتی میان هر به ازای 20 دقیقه صحبت اونا ما 5 دقیقه حرف میزنیم، به ازای 20 دقیقه حرف اونا ما 5 دقیقه حرف میزنیم، ولی بیان شهامت داشته باشن، نترسن از پشت تلویزیون، از پشت دوربین ما نمیتونیم کسی رو بخوریم، ترس و واهمه هم نداره، جرأت کنن بیان بشینیم صحبت کنیم، بذاریم مردم متوجه بشن حق با کیه، قضاوت رو بسپاریم به مردم، ما خودمون نبریم ندوزیم بعد به زور تن مردم بکنیم، قضاوت رو بسپاریم به مردم، برای مردم علکی نسخه نپیچیم. من از اینکه دعوت کردید دوباره ما رو سپاسگزاری میکنم، امیدوارم که همیشه پیروز و پرتوان باشید. برای عزیزانی که تا این ساعت پای برنامه بودن و ما رو تحمل کردن، قدردانی میکنم. پاینده ایران و ایرانی، برفراز با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، تا ابد جاوید شو و تا درود بعد بدرود. از شما و از جناب آقای قاسمی من یه توضیح کوتاه بدم راجع به بحثی که صحبتی که شما با جناب کمالپور میکردید راجع به طیف چپ اسرائیل و اینکه چه نقشی داشت اسرائیل در سال 57. من این بازم اینو تو پرانتز بگم، وقتی صحبت از این جریان میشه، اون جریان مافیایی به هیچ عنوان قصد توهین یا اهانت به ملت اسرائیل رو ما نداریم. مردم اسرائیل مثل مردم سایر کشورهای دنیا مردم هستند و این مردم حسابشون با سیاستمدارا و مافیاها فرق نمی‌کنه، در هر کشوری جداست. اما اگر دوستان میخوان به نقش جنای چپ اسرائیل در سال 57 پی ببرن، میتونید برید مطبوعات اون روز، روزنامه‌های اون روز رو بخونید، خیلی از اسناد هست. حالا ما توی برنامه هم شاید در آینده یه در مورد این صحبت کنیم. اما این طیف راست اسرائیل هم من یه پیام بدم، شاید خیلی از دوستان بعدم بیان میگن آقا اینا اینوری نیستن اونوری هم. نه، من سعید قاسمی به عنوان یک ایرانی با هر جریانی که بر علیه منافع ملی کشور ایران باشه قطعا مقابله میکنم، فرق نمیکنه عربستان باشه، انگلستان باشه، آمریکا باشه یا هر کجای دیگه، در حد توانم، چون من ایرانیم. درسته در کشور اروپا مهمانم، ولی من ایرانی هم. این باید برای هر کدوم از مردم ایران الگو باشه که منافع ملی کشور در اولویته. حالا یه کسی 50 سال توی اسرائیل، 40 سال توی اسرائیل، خب منافع ملی اسرائیل براش مهمه، این یه چیز طبیعیه، ولی من ایرانی برام ایران مهمه. بنابراین دوستان اینم گفتم که حالا آخه بدبختی یه داستانایی داریم، هر چی حرف میزنی یه طرف دیگه میاد برات داستان دیگه درست میکنه و میبندت به یه جای دیگه. نه، ما ایرانی هستیم، افتخارم میکنیم که ایرانیم و امیدوارم به زودی بتونیم کشورمون پس بگیریم. فقط اینم توضیح بدم، بچهای داخل ایران تنها و تنها سلاحی که میتونید بازیهای مافیایی رو برهم بزنید، همین بازیهایی که الان برامون چیده هم، فرق نمیکنه چه در شاخه اصلاح طلبش، چه اصولگراش، چه تجزیه طلبش، که همشون یکیان، تنها سلاحی که میشه مقابلش ایستادگی کرد و اون شخصی که نوشته بود چیکار باید کرد راهکار بدی اینه: همه ایران یک صدا و یک پارچه باید جاوید شاه رو فریاد بزنن. چرا جاوید شاه؟ چون مرگ بر شاه بود که سر ایران رو برید، پا
پادزهرشو بزنید. جاویدشان نه به عنوان اینکه نوع حکومت پادشاهی باشه، دوباره نه داستان درست کنید، به عنوان اینکه بتونیم یک اتحاد و همبستگی بین ملت ایران درست کنیم، تشکیل بدیم. و اتفاقا هر جاویدشایی که داخل ایران گفته میشه، میبینید که مافیای خارج از کشور چجوری به وحشت میافتن. بنابراین خیلی خیلی مهمه تا حالا ببینیم چیکار میشه انجام داد با همین فضای مجازی محدود. سپاسگزارم از شما بانو پریسا، کامران عزیز و هموطنان و همزبانان خوبمون در اسرائیل و دیگر نقاط کشور. سپاس از شما و توضیحات و جناب کامران عزیز. سپاس. شب روزگار به همه شما خوش. شب شما خوش. سپاس. خب دوستان عزیز، امیدوارم که این مجموعه برنامه تابو هم مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستان، آرزوی من صلح بین تمام ملت هاست، آزادی هموطنانم در ایرانه و امیدوارم نقش این رسانه در اینکه صدای ملت ایران رو به گوش جهانیان برسونیم به خوبی متوجه شده باشید دوستان، و امیدواریم بتونیم این پای نقش کنیم، قدمی هرچند کوتاه در راه آزادی ایران برداریم. سپاس از شما، روز و روزگارتون خوش. این پرچم بی‌نام و نشان پرچم من نیست، این مظهر ایران من و خاک کهن نیست، این پرچم بی‌نام و نشان پرچم من نیست، این مظهر ایران من و خاک کهن نیست. بر روی تنش واژه بیگانه شده نقش، روح شرف میهن تبدیده من نیست، این پرچم ننگ است نگیرش به دو دستت، بر خاک بیفکن که به جز ننگ وطن نیست. این پرچم بی‌نام‌نشان پرچم من نیست، این مظهر ایران من و خاک کهن نیست، این پرچم بی‌نام‌نشان پرچم من نیست، این مظهر ایران من و خاک کهن نیست. نه شیر نشان دارد و نه چهره خورشید، ای شیر دلان موقع خاموش شدن نیست، خون می چکد هر گوشه اش از جرم و جنایت، جز سمبل وحشی گری قوم نجان نیست. ایرانی و ایران شده تحقیل به نقشش، جز بیرق شیخان دقل باز افن نیست، هر جا که برافراشت شد خون همه پاشید، از مهر و محبت به لبش هیچ سخن نیست. این پرچم بی‌نام‌نشان پرچم من نیست، این مظهر ایران من و خاک کهن نیست، این پرچم بی‌نام‌نشان پرچم من نیست، این مظهر ایران من و خاک کهن نیست. برخیز و برافراز تو رایات شرف را، این میهن ما خانه هر زاغ و زغن نیست، ایران همه گی یک تن واحد زن و مرد است، حتی که اگر زیر و زبر سر به بدن نیست. این پرچم بی‌نام‌نشان پرچم من نیست، این مظهر ایران من و خاک کهن نیست، این پرچم بی‌نام‌نشان.
میدون کار زاره، از آسمون گلوله از سینه خون میباره، نسل جوان خاموش با یک حضور خود جوش، پرچم آزادیه ما رو گرفته بر دور، پرچم سرخ بانیان قدرت افتاده دست پرتوان ملت، برپا شده تو شهر ما قیامت، درود بر این مردم با شهامت، درود بر این مردم با شهامت، صدای ما صدای اعتراضه، فریاد ملتی حماسه سازه، تبلور فریاد خشم مردم، فردای ایران ما رو میسازه، فردای ایران ما رو میسازه. در شهری که نمیشه بابش لب بخنده، دیوار ترس و وحشت از هر طرف بلنده، ببین مرد خدا رو ظالم دل سیارو، در شهر بی ترحم خونین تنه نداره، خونین تنه نداره، فریاد خشم مردم به آسمان رسیده، از خون ریخته بر خاک لاله سرخ دمیده، عزت ملتی را پنهانی سر بریدن، سینه عاشقان را نامردمان دریدن، پرچم سرخ بانیان قدرت افتاده دست پرتوان ملت، برپا شده تو شهر ما قیامت، درود بر این مردم با شهامت، درود بر این مردم با شهامت، صدای ما صدای اعتراضه، فریاد ملتی حماسه سازه، حمل مره فریاد خشم مردم، فردای ایران ما رو می‌سازه، فردای